بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان و تبریک این عید بزرگ، این شب عزیز، شب تولد 1180 سالگی که به سال قمری یا 1152 سالگی به سال شمسی امام 12 و قائم آل محمد صلی الله علیه و آله، و با عرض تبریکات بسیار در این شب مبارک وارد بخش سخنرانی میشیم. امشب مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر مهدی قندی، و سخنرانی ایشون عنوانش بانو نرگس، مطالعه تطبیقی گزارش در منابع عربی و بیزانسی است. دکتر قندی در دو رشته علوم قرآن و حدیث و کلام و عقاید شیعه در دانشگاه تهران تحصیل کردند. بر رساله دکترای وی ارائه نظریه جدید در حوزه الهیات نجات با نام شمولگرایی تعلیقی است که در آن با نگاهی نو به ادبیات کتاب و سنت در خصوص اهل بهشت و اهل دوزخ پرداخته است. حوزه مطالعاتی ایشان شامل تاریخ عقیده‌گرایی در شیعه، تاریخ حدیث شیعه، الهیات نجات و مطالعات بین الادیانی و مهدی پژوهی است. از وی بالغ بر 10 مقاله علمی و 4 کتاب منتشر شده است. اثر وی در حوزه مهدویت است و آخرین آنها کتابی با عنوان آسیب شناسی موعودگرایی است. او در این کتاب به بررسی آسیب گستری مسیح نمایان و مهدیان دروغین پرداخته است. وی پژوهشگر مؤسسه مطالعات بین الادیانی بشارت است. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما آقای دکتر قندی و همه عزیزان. وارد بفهمید، خواهش می‌کنیم وارد بخش سخنرانی بشید. سلام علیکم و رحمت الله، تبریک عرض میکنم. من هم این روز فرخنده رو امیدوارم که نظر عنایت حضرت بقیت الله شامل حال یکایک که ما و شما همه شیعیان محمد و آل محمد هر جای دنیا که هستن بشود، و بادا که چشمان شما به جمال اون حضرت نورانی و شاهد ظهورش باشید. شروع میکنم، آغاز میکنم عرایزم رو با نام خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلوم به الشعث و ینجز بهی وعد المؤمنین. سلام بر مهدی که خداوند تمام امتها را بشارت داده تا به وسیله او در میانشان اتحاد و همزبانی برقرار سازد و وعده هایی را که به مؤمنانش داده به دست او عملی گرداند. موضوع سخنرانی و عرایض بنده خدمت شما بزرگواران، بررسی یک حکایت تاریخی است که درباره مادر حضرت مهدی علیه السلام در میراث حدیثی شیعه نقل شده. این حکایتی نسبتاً طولانی با جزئیات زیبا و مشتمل بر یک جنبه دراماتیک و جذابه که به همین لحاظ از دیرباز مورد توجه عموم شیعیان بوده و در عامه شیعه خیلی بهش توجه شده. به لحاظ همین جنبه زیبایی شناختی که این داستان داشته و بار داستانی که این حکایت دارا بوده، ما در مؤسسه مطالعات بین ادیانی بشارات که به همت دوست دانشورم جناب آقای هادی تقوی از حدود 10 پیش آغاز شده بود و تأسیس شده بود،
مطالعات مفصلی رو در به صورت گروهی در خصوص بررسی این حکایت انجام دادیم. البته بار عمده تحقیقات بر دوش دیگر دوستانم مثل جناب آقای تقوی و جناب آقای احسان روحی بود و من کمینه کمترین نقش رو داشتم، اما بر صورت به نمایندگی از اون دوستان الان در خدمت شما بزرگواران هستم. در این تحقیقات ما قصدمون این بود که ببینیم با توجه به قرائن برون متنی این حکایت، به خصوص قرائنی که در تاریخ بیزانس، تاریخ روم وجود داره، آیا میتونیم نسبت به اعتبار سنجی این داستان اقدام بکنیم یا نه، حالا چه در رد و نقدش و چه در اثبات اصلش و چه در اثبات جزئیاتش. چون گاهی اوقات یک نقل تاریخی از اساس یک نقل برساخته و جعلی است، گاهی اوقات نه یک اصلی داره اما پیرایه هایی به عمد یا غیر عمد با نیت خیر یا با نیت شر به او بسته شده. به قول فردوسی که میگوید که رستم یلی بود در سیستان، منش کرده ام رستم داستان. رستم بود، واقعیتی داشت در سیستان، اما من به خاطر اون آثار و اهدافی که در ساختن یک شخصیت اسطوره‌ای وجود داره، من او رو پروبال دادم داستانشو و این رستم داستان رو من ساختم، با این جزئیات و این شکل نبوده. حالا ما یه داستانی داریم به نام حکایت حضرت نرگس یا حضرت نرجس به تلفظ عربیش، و میخوایم ببینیم که این داستان که خیلی هم داستان جالبی هستش، این داستان از اساس یک داستان غیر واقعی است و روی مثلا تعصبات مذهبی ساخته شده، یا نه یه اصلی داره ولی فروعش ساختگیه، یا نه فروعش هم حتی از حقیقت برخوردار هست و لایه برداری بکنیم از این ماجرا و ببینیم کدوم لایه ها لایه های جدی هستند، حقیقی هستند، کدوم لایه ها زائیده ذهن راوی هستش. به هر صورت حکایتی است که برخی از بزرگان بهش اعتماد کردند و نقلش کردند، اما به خصوص در سده اخیر یا بگیم 200 سال اخیر به دلایل مختلف دوست و دشمن وقتی که خواستن کتاب‌های علمی بنویسن در بررسی مطالب مهدوی، معمولاً به این ماجرا تاختند. و البته وقتی ما بررسی می‌کنیم به عنوان یک کار تخصصی توی همین کار
ده سال اخیری که عرض میکنم، ما میبینیم که این تاخت و تازها از بنیه علمی جدی برخوردار نیست و اینها را حالا من گزارش های اجمالی خدمتون خواهم داد. منتها اگر اجازه بدید یک خلاصه ای از ماجرا رو بگم که همه در جریان باشیم، بعد من شروع کنم به بررسی هایی که در خصوص این حکایت داشتیم و خیلی برامون جذاب هستش، خیلی خیلی جذاب هست. اون قرائن برومتنی که ما پیدا کردیم در این که میبینیم این حکایت بسیار به واقعیت نزدیک هست و فوق‌العاده قابل توجهه. اجمال داستان این هستش که یک سندی ما داریم که این سند در 3 تا از کتاب‌های کهن سال شیعه نقل شده. این کتاب ها عبارتند از کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق ابن باووی که مسجع شریفشون در جنوب تهران در منطقه ری نزدیک برج طغرل قرار داره و از مفاخر بزرگ شیعه است. ایشون یکی از کتب اربعه شیعه من لایحضره الفقیه نوشته ایشون هست. کتاب تخصصی در زمینه امام زمان ایشون داره و در اون کتاب این داستان رو با سند خودش نقل کرد. منبع دیگه کتاب الغیبه شیخ طوسی هست که شیخ طوسی شیخ الطائفه هست و 2 کتاب مهم از کتب اربعه شیعه هم نوشته این بزرگوار هستش. باز ایشون هم کتاب تخصصی و مستقل و مفصلی در زمینه امام زمان علیه السلام دارن به نام کتاب الغیبه که ایشون هم این داستان رو اونجا نقل کرده. منبع سوم که از لحاظ اعتبار در درجه بعدی قرار داره، یعنی نسبت به کمال الدین و کتاب الغیبه، کتاب دلائل الامامه طبری هست که در اون کتاب هم این حکایت باز به سند طبری نقل شده است. هر 3 کتاب که حدوداً قدمتشون 1000 ساله، یعنی ما 3 تا منبع داریم که قدمت حدود 1000 سال دارن بلکه بیشتر، یعنی شیخ صدوق سال 381 از دنیا رفتن و پیش از سال 381 هجری قمری کتاب خودشون رو نوشته اند و این یعنی که بیش از 1000 سال پیش این کتاب نوشته شده. بسیار کتاب مشهوریه، کتاب جا افتاده یه در شیعه و ایشون اعتماد کرده به این داستان و نقل کرده، از کنارش نگذشته. هر 3 کتاب، هر 3 اثری که من خدمتون عرض کردم، این با سندهای خودشون که سندهاشون یکسان نیست، از آقای محمد ابن بحر شیبانی که یکی از مؤلفین شناخته شده شیعه هستش و خیلی آثار فراوان داشته، ایشون از ایشون نقل میکنن ماجرا رو و این نشون میده که ظاهراً منبع مکتوبی که داشتن، یعنی کتابی بوده که محمد ابن بحر شیبانی نوشته، تو این مطالب رو آورده، این حکایت رو آورده و هر 3 با اسنادهای مختلف داشتن از او نقل میکردن. محمد ابن بحر شیبانی نقل میکنه تو اون کتاب خودش که خود اون کتاب دیگه در دسترس ما نیستش، ولی
نقدهاش وجود داره که میگوید من در سال 286 وارد کربلا شدم و به زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفتم، بعد رفتم به بغداد و اونجا به منطقه مقابر قریش رفتم که همون کاظمین خودمون هستش. اونجا رفتم زیارت حضرت کاظم و حضرت جواد و در اونجا با پیرمردی خیلی به قول معروف قد خمیده، خیلی پیر کهنسال مواجه شدم و دیدم که بسیار با احساس و با معرفت زیارت داره میکنه و با هم انس گرفتیم و از او که بعداً مشخص شد اسمش بشر ابن سلیمان هستش، من خلاصه جویا شدم که شما چطور اینجا اومدید و چجور هستید و ماجرا چیه و اینها، و او داستان خودش رو برای من گفت که داستان از این قرار بود، داستان مفصله، من کوتاه میکنم نقل رو، و او میگوید که من از جوانی بودم و از اصحاب امام هادی بودم و یک شب یک زمانی ایشون منو فرا خوند و گفتش که من این مأموریتی میخوام به شما بدم، جنگی که رخ داده بین خلاف حکومت عباسی و امپراتوری روم، شما اینا اسیرایی گرفتن و اینها رو میخوان بیارن در بغداد و به معرض فروش بگذارن، این کیسه پول رو بگیر، 220 اشرفی بود که تقریبا حالا با 220 سکه طلا بود که با مثلا محاسبه ای که ما بکنیم معادل حدود 110 سکه طلا متداول مثلا در ایران میشه، و به من داد و گفت، ایشون یه نامه ای هم به خط رومی نوشت که حالا در ادامه من خواهم گفت که خط رومی خط یونانی هستش، و به من گفتن که شما به بغداد برو، در فلان روز یک سری اسرا رو که میارن یک خانومی با این مشخصات که بسیار خودش رو میپوشونه که خلاصه ناراحت از اینکه افراد بیان بخوان باش مثلا برخورد بکنن و وارسیش بکنن و فضایی که فضای نامناسبی که تو اون صحنه بوده مواجه بشه و هر کسی که نزدیک بشه و میخواد مثلا فرض کنید این خانم رو با خودش ببره و مثلا اون اظهار میکنه که نه، و به اون برده فروش هم میگه که اگر من رو به این بدی من خودم رو میکشم، و در شخصیتش و خصوصیاتش رو حضرت ترسیم میکنن و بعد به اون میگن که شما برو جلو این نامه رو به اون خانوم بده، او وقتی نامه من رو بخونه حاضر خواهد شد که شما او رو برهانی از دست این شخص و با خودت بیاری. با اون کسی هم که مسئول این اسرا هستش صحبت بکن، حاضر خواهد شد که به این میزان که تو من مثلا این سکه ها رو بهت دادم این خانم رو بذاره که تو ببری و بیاور او رو به سامر. این خانم همون کسی است که مطابق این حکایت قرار است عروس امام هادی بشود و همسر امام عسکری
و مادر موعود عالم حضرت بقیت الله حضرت مهدی علیه السلام. این آقا میگه من میرم و رفتم و این کار رو کردم و دقیقا همین مشخصات بود گفته شد، اتفاق افتاد، حالا با جزئیاتی که دیگه من ذکر نمی کنم. و وقتی که نامه رو دادم اون خانم اشاره کرد به این آقا که من رو باید اجازه بدید که من این آقا بیاد منو ببره. تو راه که می اومدیم این خانم محترم مرتب می دیدم که این نامه امام هادی رو روی چشمش میگذاره، میبوسه، گریه میکنه، اشک میریزه و حال منقلبی داره. از اون پرسیدم، گفتم که خانم شما مگه میشناسید نویسنده این نامه رو؟ و او به من گفتش که شما غافل و ناآگاهی نسبت به مقامات حجت‌های خداوند، برگزیدگان الهی، و فکر می‌کنی که همه چیز یک امور ظاهریه، باید حتما به قول معروف از قبل اومده باشم من اینجا و دیدار کرده باشم، ولی اینطور نیست. شما نمی‌دونی که ماجرای عالم چگونه است. من از او خواستم که به من بگه که ماجرا چه بوده و او شروع کرد توضیح دادن. گفت من درسته که الان در کسوت خدمتکاران هستم و لباس معمولی افرادی که خدمتکار هستن رو به تن دارم، ولی واقعیتش این هستش که من نوه قیصر روم هستم و ماجرای من هم این بوده که پدر بزرگم من رو میخواست به وقتی که 13 ساله شدم من رو طبق برنامه‌ای که داشت برایم جشن ازدواجی گرفت که در این جشن یک تخت خیلی ویژه‌ای داشت پدر بزرگ من که خیلی بلند بود و 40 پله میخورد تا اون بالا اون تختگاه کسی بره، اون رو دستور داد تو اون مراسم بیارن. و برادرزاده ای داشت که میخواست من رو به عقد اون برادرزاده در بیاره. وقتی که این برنامه خواست انجام بشه و اون کشیشان و اون افرادی که مسئول برنامه بودن تو اون جشن خیلی باشکوهی که پدر بزرگم برای من برقرار میخواست بکنه، اینها اومدند که شروع کنند که خطبه عقد رو بخونند، زلزله ای آمد و خیلی مجلس به هم ریخت و آشفته شد. برادرزاده پدر بزرگم از تخت افتاد و خلاصه اون تخت یک مقدار آسیب دید و این برادرزادم از به جهتی که پرتاب شده بود به اغما رفت، به کما رفت. و برای اینکه مجلس بالاخره اداره بشه پدر بزرگم گفت که ستونها رو دوباره بردارن، سر جاش بگذارند و مجلس رو دوباره بیارایند و برادر اون داماد رو باز همینجا عقدی بخونن که این کار انجام بشه و خلاصه آبروریزی نشد که این اتفاق بی سر انجام شد. این کار رو کردن، منتها دوباره درست در زمانی که میخواستن عقد رو بخونن زلزله دیگری آمد، زلزله دیگری آمد و باز مجلس به هم ریخت. اونجا اون مسئولان مذهبی گفتند جناب قیصر ما رو معذور بدارید از اینکه ما این کار رو بخوایم ادامه بدیم، این یک نوع بدشگونی ما احساس میکنیم
در این کار و پدر بزرگ به ناچار پذیرفت و خیلی با سرشکستگی این مجلس به پایان رسید، چون مهمانان زیادی از این سو و اون سو دعوت کرده بود. من هم به اتاق خودم رفتم، پرده ها رو کشیدم و به خواب رفتم. در اون شب رؤیایی دیدم که پیغمبر اسلام آمد و در همین جایی که این تختگاه بود یک خلاصه منبری از نور بود و پیغمبر اسلام آمد و اونجا از حضرت عیسی علیه السلام من رو خواستگاری کرد برای یکی از نوادگانش، از فرزندانش. و بعد از این رؤیا شب‌های دیگه، همینطور رؤیاهای دیگه که در اون حالا ماجرای مفصلی داره، خلاصه به من نهایتاً بعد از مدت‌ها، حالا اینا ماجراهایی که طول می‌کشه، در یکی از این رؤیاها به من گفتن که زمان وصال محبوب فرا رسیده و یک جنگی در پیش هستش میان امپراتوری روم و حکومت عباسی، که در این نبرد خود قیصر هم در ادامش میاد میپیونده به سپاه، نه از ابتدا ولی در ادامه میآید. و بعد تو در لباس خدمتکاران درآ و به سپاه بپیوند، اونجا اسیر خواهی شد، تو رو خواهند آورد به بغداد، نگران نباش، ما دیگه بقیهش با ما به دنبالت کسی رو میفرستیم که بیای، که الان هم ما داریم میریم. و در اونجا که میرند و میرسن نهایتاً به سامرا، حضرت هادی علیه السلام استقبال میکنن از ایشون و بهشون میگوین که دخترم، من میخوام یک هدیه‌ای در همین بد و ام به تو بدم که خوشحال بشی. تو دوست میداری که یک قول من رو هدیه مادی باشه یا یک بشارتی باشه؟ خب طبیعتاً این خانومی که شکوه قصر روم را رها کرده به شوق وصال فرزند پیغمبر، میگه که من بشارت رو از شما میخوام، که ایشون حضرت نرگس را بشارت میدهن که دخترم، تو فرزندی خواهی آورد که خلاصه عالم را گلستان میکند، اون موعود امتها فرزند تو خواهد بود. بعد این بانوی جوان را امام هادی به خواهرشون حکیمه می سپارند و می گویند که ایشون رو آداب اسلامی بیاموز، و مدتی این بانو به منزل حکیمه خاتون می رود و در اونجا پرورش می یابد، تا اینکه بعد به خانه امام عسکری وارد می شود. و این داستان تا اینجا تموم می شود. ما البته حکایت های دیگری داریم که از خود حکیم خانوم نقل شده و به زمان ولادت حضرت عقیت الله مربوط می شه، اما این حکایت با این اسناد همین هستش. خب خیلی داستان جالبیه، اما سوال ما همونطوری که گفتم این بود که آیا ما میتونیم به این حکایت اعتماد کنیم یا نه؟ کاری که ما کردیم این بود که ما اومدیم بر اساس تحلیل متن وارد شدیم. اللحاظ سلندی اگر بخوایم به شیوه متداول اعتبار سنجی سندی نگاه بکنیم، باید بگم که خب سند این داستان
ضعیف هستش. به چه معنی ضعیفه؟ یعنی به این معنی که اون آقای بشر ابن سلیمان یک مؤلف شیعی نبوده، یکی از نویسندگان شیعه نبوده و به همین دلیل در کتاب هایی که فهرست مؤلفان شیعه رو توش نقل کردن و ذکر کردن و گفتن این مؤلف چقدر موثق بوده چقدر موثق نبوده اسمش نیست. شما میدونید که علم رجال امروزه برای نقد حدیث به کار میره، اعتبار سنجی حدیث، اینو معمولا خیلی ها نمیدونن که این نکته ای که میخوام عرض بکنم. مثلا توی کتاب رجال نجاشی یا کتاب فهرست شیخ طوسی که میریم، که اونجا گفته شده مثلا فلانی آدم موثقی، اینجوری بوده اونجوری نبوده، این فهرست ها عمدتا بر اساس ناقلین حدیث نوشته نشده بوده، بلکه یعنی اون ناقلین حدیثی که ما فکر میکنیم، مثلا یک حدیثی هستش که با سه واسطه به معصوم میرسه، مثلا این سه واسطه رو بخوان مشخص بکنن که اینا چه جور بودن، نه، بر این اساس کتاب ها نوشته نشده. ما امروزی که میگم یعنی از زمان علامه حلی به این سمت، عمدتا از حدود قرن هفتم هشتم به این سمت داریم از اون کتاب ها برای این مقصود استفاده میکنیم. اون کتاب ها در معرفی و بحث وثاقت مؤلفین شیعه نوشته شده، یعنی کتاب رجال نجاشی یک کتابیه در معرفی مؤلفان شیعه، نه نسخه برداران، نه راویان. اگه میخواستن راویان رو مشخص بکنن کتاب های مفصل تری باید مینوشتن، ولی مؤلفان رو نوشتن. بعد تو اونجا گفتن که فلانی مؤلفی بوده چنین و چنان. خب اینجا الان خیلی از روایاتی که ما امروزه میگیم مثلا اینها روایت ضعیفی هستن، به علت ضعف خودمون هست در اطلاعات بر اینکه این آدم چه جور آدمی بوده. چون توی این کتاب های در حقیقت مؤلف شناسی شیعه این اسمش نیومده، ما میگیم ضعیفه روایت. روایت شاید قوی باشه، ما ضعیفیم در بررسی او اون روایت، و علت یکی از علل همین استش که این شخص جزو مؤلفین نبوده. حالا اگر میخواستن مثلا افراد بیشتری رو معرفی بکنن شاید شناخته شده بوده برای افرادی که اون زمان بودن، ولی چون این قصد رو نداشتن ما اطلاعاتمون ناقص هستش. به هر ترتیب، به هر صورت، چون ما اطلاعاتمون ناقص هستش ما میگیم این روایت ضعیفه و نمیتونیم به صرف این سند به اعتبار این داستان پی ببریم. خب علمای قدیم متقدم که روایات رو با این سلسله اینجوری نقل میکردن، ولی در این حال مثلا تو فهرستاشون همه راویان رو ذکر نمیکردن، اینها چجوری به روایات اعتماد میکردن؟ یک سوالیه. جوابش این هستش که شیوه های اونها، شیوه های بررسی و اعتبار سنجی حدیث نزد متقدمین ما با متأخرین از قرن هفت به بعد فرق می کرده و اونها بر اساس فقط یک عامل سند حدیث در مورد اعتبار حدیث قضاوت نمی کردن. اونها اطلاعات بیشتری داشتن و شیوهشون هم فرق می کرده. مثلا چجوری اعتماد میکردن؟ اولا که خیلی از اشخاصی که ما امروزه به عنوان افراد مجهول داریم، اونا به علت نزدیک بودن به اون دوران میشناختند و آشنا بودن باهاشون. مثلا همین داستانی که ما نقل میکنیم
مثلا آقای محمد ابن بحر شیبانی چه بسا مراودات خودش رو ادامه میده، قرائنی داره بر اینکه اون شخصی که داره براش داستان رو تعریف میکنه چه جوری هستش، و دیگه اونها رو عمر ذکر نمیکنه برای ما توی نوشته خودش، مثل کسایی که ما الان تو زندگی خودمون باهاشون مرتبطیم و تو تاریخ و زمانه خودمون میشناسیمش، اطلاعاتشون بیشتر بوده از افراد. ثانیاً خیلی از حکایات، داستانها، روایات اینها توسط افراد متعددی از اصحاب ائمه تو اصولشون تو اون کتابهای اصلی که شیعه داشته نقل شده و اینها اون در حقیقت چون میدیدن که چند نفر در یه مجلس مثلا از امام صادق، امام باقر این مطلب رو همونجا شنیدن، بعد یادداشت کردن توی دفترچه حدیث خودشون و این دفترچه های متعدد رو در اختیار داشتن، اون کتب 400 گان، حدود 400 کتابی که نقل میشه اصول اربعه، تو چند تا از این دفترچه های حدیثی میدیدن این مطلب اومده و یک جور تواتری واسهشون اتفاق میفته، یا قرینه های دیگه که من حالا اینجا نمیخوام خیلی بهش بپردازم، از روی قرائن متعدد و از جمله سند، و از جمله سند یعنی یکی از قرینه ها هستش، پی به قابل اعتماد بودن این روایت میبردن. همینجا خوبه که ذکر کنم برای شما که روایت گری در شیعه از همون ابتدای صدور حدیث و در اهل سنت بعد از 100 سال از پیغمبر روایت بر اساس کتابه، نه بر اساس یک حدیث. یعنی اینطوری نیستش که مثلا فرض کنید مرحوم کلینی در کتاب کافی یک روایتی رو نقل میکنه، بعد اونجا مثلا میگوید از فلانی مثلا 5 تا واسطه رو ذکر میکنه تا برسه به امام کاظم. اینجوری نبوده که نفر اول یک مطلبی رو از امام کاظم شنیده باشه بعد اومده باشه نقل کرده باشه، مثلا نفر دوم هم شنیده باشه، بعد نفر سوم، نفر چهارم، مثلا نفر پنجم تا نفر ششم رسیده به یک کسی، مثلا توی مجلسی همینطوری داشته صحبت میکرده میگه آره من از فلانی شنیدم، اون از فلانی شنید، اون از فلانی شنید، و یک چیزی رو شفاهی بیان میکنه و جناب کلینی هم یادداشت برداری کنه. اینطوری نبوده، برداشت درستی نیست. اینجوری بوده ماجرا که شیعیانی که با سواد بودن، شیعیانی که تشویق می شدن توسط ائمه علیهم السلام که بنویسید حرفای ما رو تو جلسات ما که شرکت می کنید یادداشت برداری کنید، کتاب بنویسید، دفترچه های حدیث داشته باشید و اینها رو برای فرزندانتون و نسل های بعد به یادگار بگذارید. اینها می اومدند در مجلس امام با خودشون الواحی رو یا دفترهایی رو می آوردن، قلم و دوات می آوردن، امام که سخن می گفته همونجا یادداشت می کردن، یا بعضیشون می رفتن شب در منزل یادداشت می کردن، یا مثلا حد اکثر یه واسطه اینجا می خورده، مثلا یک کسی توی مجلسی بوده امام صادق چیزی می فرمودن، بعد می اومده برای اون دوست فاضلش و دانشمندش که نقل می کرده او یادش میکرده همون موقع. یعنی تقریبا حدیث در همون اوان صدورش مکتوب میشده و اینها کتاب داشتن، مثلا زراره کتابچه های حدیث داشته یا دیگران کتابچه های حدیث داشتن که حدودا نقل میکنن، یعنی که مثلا در حدود 400 تا کتابچه حدیثی نوشته شده بوده توسط اصحاب ائمه علیهم السلام. بعد این کتابچه های حدیث نسخه برداری می شده، یعنی مثلا راوی دوم کسی است که این کتاب حدیث رو از
استادش کتاب رو گرفته بوده، یا نسخه اصلی کتاب در اختیارش بوده، یا نسخه برداری کرده بوده بر از اون کتاب و بر استادش خونده بوده، استادش اجازه نقل داده بوده بهش، یا اینکه ارشاد خدمتتون، پس یا اینکه خود کتاب رو داشته، خود اصل اون نسخه اصل رو داشته، یا اینکه از روی او نسخه برداری کرده بوده. و این نسخه های کتاب ها کتاب کتاب مثلا رسیده بوده به دست شیخ صدوق، به دست مرحوم کلینی، و اونها از رو این کتابچه ها اومدن آثار خودشون رو تألیف کردن. این وسط البته در دوره حضور ائمه علیهم السلام کار دیگه هم اتفاق افتاده. بعضی از علمای شیعه مثلا به خصوص از زمان امام رضا علیه السلام به بعد اومدن کتابچه های اصلی رو، یعنی اون اصل، یعنی اون نسخه هایی که افراد بدون ترتیب موضوعی پای صحبت امام نوشته بودند یا مثلا شب نوشته بودند، این کتاب ها رو اومدن دستبندی احادیثش، مثلا فرض کنید یک نفر 50 تا از این کتابچه ها رو میرفته شاگردی میکرده این و رو اون و رو اینا و نسخه ها رو جمع میکرده، بعد میومده و دستبندی موضوعی میکرده، مثلا روایاتی که در باب خمس هستش، مثلا یک کتابی در موضوع خمس مینوشته، یک کتابی در موضوع ازدواج مینوشته، یک کتابی در مورد توحید مینوشته، اینها رو دستبندی میکردن و کتابهایی مینوشتن، کتابهای موضوعی نگارش پیدا میکرده و خلاصه میرفته به سمت اینکه یک کتابهای جامعی در ادامه پیدا بشه که مثل کافی و لایحه الفقیه و اینها باشه که کتابهای جامعه تری باشه. اینا رو از این بابت میگم که ما اطلاعاتمون در حوزه رجال بر اساس مؤلفین، عمدتاً مؤلفین این کتاب ها و اصول کیا بودن، اینها آدم های دقیقی بودن یا نبودن. بعدها اومدن گفتن که خب حالا بیاییم ببینیم از چه طریقی این کتاب اومده به دست، و خب این طریق ها الان برای ما یه مقدار مجهوله، ولی برای کسی که اون زمان بودن اینطوری نبوده. نمیگم که هیچ بحث و حدیثی نبوده توش، ولی به این شکل نبوده و بحثا نوع تحلیل فهرستی بوده، نه تحلیل سندی به شکلی که ما داریم. به هر تقدیر الان ما چیزی که باهاش مواجهیم ما این استش که ما اگر بخوایم سندی فقط بریم جلو، میگیم خب اینو بذاریم کنار. اما همه مطلب اینجوری نیست، همه مطلب این نیستش. یعنی اگر ما بازگشت کنیم به روش قدمامون و بخوایم قرائن دیگر هم در نظر بگیریم، از لحاظ قرائن که به صدور حدیث بخوایم وثوق پیدا بکنیم، ما یک قرائنی در داخل متون عربی داریم. از جمله من عرض میکنم بهتون دو سه تا موضوع رو، بعد میرم به اینجایی که حالا ما این قرائن رو ممکنه کفایت برامون نکنه، یک قرائن برون متنی، یک سری قرائن برون متنی داریم که اونها تا به امروز مورد توجه نبوده و اونها قرائن بیزانسی مطلب هستش. یعنی چون این ماجرا یه ماجراییه که داره یه طرفش تاریخ روم هستش، یک سری قرائن هم اونجاست، قرائنی که میتونه در رد این ماجرا استفاده بشه یا در اثبات ماجرا استفاده بشه. و کاری که ما کردیم اینه که اولا اومدیم اون قرائن عربی رو استفاده کردیم. چرا میگم عربی؟ چون همش حدیثی نیست و همش هم شیعی تاریخی نیست، ببخشید همش هم شیعی نیستش. یعنی ما مثلا قرائنی داریم در تاریخ تواریخی که اهل سنت نوشتن، در
تواریخی که کتاب هایی که حدیثی هم نیستش لزوما، بعضیش هم حدیثی. من دو تا نکته رو اشاره بکنم در مورد قرائن برومتنی در کتاب های اسلامی و عربی. یک روایت خیلی مختصری هستش که از جناب محمد ابن عبدالجبار نقل شده. این نقل اولا محمد ابن عبدالجبار رو معرفی بکنم که ایشون جزء دانشمندان شیعه بوده، از اصحاب امام حسن عسکری. شما کتاب کافی رو مثلا نگاه بکنید میبینید بارها مطالبی رو از محمد ابن عبدالجبار، شخصیت شناخته شده ای هستش، نقل کرده این کتاب. آقای محمد ابن عبدالجبار از او یک نقلی هست در کتاب مختصر اثبات الرجعه. مختصر اثبات الرجعه چه کتابیه؟ یک گزینشی است که توسط شیخ العاملی از یک کتاب خیلی قدیمی تر نوشته فضل ابن شازان نیشابوری از اصحاب امام هادی و امام عسکری اتفاق افتاده. جناب شیخ العاملی کسیه که صاحب کتاب مشهور وسائل الشیعه است و ایشون یه گزینشی کرده، مختصر اختصاری از کتاب اثبات الرجعه رو آورده که این کتاب اثبات الرجعه مختصر، خیلی مفصل نیست، چند صفحه بیشتر نیست، در مجله توراسونا نسخه که مجله میراث شیعی هستش، در یکی از شماره هاش کسی نسخه رو معرفی کرده و احادیثش رو آورده و خود شیخ العاملی هم در کتاب اثبات الخدا احادیث اون مختصر اثبات الرجعه رو اونجا نقل کرده در ضمن احادیث دیگه. تو اونجا نقل میکنه که محمد ابن عبدالجبار از امام عسکری میگه که من خلاصه به رسم شیعیان که معمولا از وقتا میومدن میپرسن که آقا اگر اتفاقی برای شما افتاد امام بعد از شما کیست معرفی بفرمایید، آقای محمد ابن عبدالجبارم میگه که من اومدم خدمت امام زمانم حضرت عسکری علیه السلام و از ایشون پرسیدم که آقا امام بعد از خود شما کیه، چون اون زمانی که سوال میکنه فرزندی نداشته امام عسکری. ایشون میگن که خلاصه نگران نباش، من فرزندی خواهم داشت که به دنیا خواهد آمد و هم نام پیغمبر خواهد بود، هم کنیه پیغمبر خواهد بود، آخرین حلقه از سلسله امامان هست، واپسین امام دوازدهم از دوازده جانشین پیغمبر و بعد از اینکه به دنیا بیاید پنهان خواهد شد، مدتی پنهان خواهد بود، سپس ظاهر خواهد گشت. محمد ابن عبدالجبار باز برای اینکه مثلا مسئله روشن‌تر بشه، از ابهام خارج بشه، از ایشون میپرسه که مادرش کی خواهد بود این بچه. اونجا امام عسکری میفرماین نوه قیصر فرمان روای روم خواهد بود. این دقیقا مطلبیه که در اون روایت بشر ابن سلیمان، برخی بشر ابن سلیمان تلفظ میکنن، در اون روایت هم اومده. یعنی یک روایت، اون روایتی که ما الان داشتیم مفصله و صحبت میکردیم، یک قرینه خارجی هم در یک روایت دیگر دارد و این همدیگر رو تأیید میکنه، این دوتا روایت کاملا همدیگر رو تأیید میکنن که اون بانو، مادر، نوه قیصر فرمان روای روم خواهد. قرینه دیگر این استش که ما حدود 10 سند داریم
که این اسناد بیان میکنه که پیغمبر امیرالمومنین اینها و بعد ائمه دیگر میگفتند که مادر مهدی موعود بانویی است که به اسارت در میاد، یعنی و ابن سبیه هستش و ابن خیارت الاماء هست. سبیه با سین یعنی کسی که اسیر میشه، خانومی که اسیر شده. سبی یعنی مردی که اسیر شده، سبیه یعنی زنی که اسیر شده. و البته یک بحث خیلی خاصی ما اینجا داریم که دیگه اشاره نمی کنم. به نظر میرسه که خیارت الاماء و سبیه دو کس هستن. خیارت الاماء یعنی گزید بانوی خلاصه کنیزان عالم، یعنی کسا بانوی این کسایی که خیلی بیگه از همه بهتره توشون، که گفتن مهدی فرزند اوه و از نسل اوه، ایشون مادر امام جواد هستند که حالا اون خودش یه بحث جالبی داره. ولی علاوه بر این که از نسل یک بانوی این چنینی هستند، در روایت ما اومده که ایشون ظاهرا مادر خودشون هم در شمار بانوانی است که تو جنگی اسیر میشند و میان به سرزمین مسلمان ها. این چیزی بوده که مشهور بوده و این قرینه هم این داستان رو تقویت میکنه، درست بودنش رو. این مطلب من به شما بگم انقدر مشهور بوده که در یک کتابی به نام مقاتل الطالبیین که نویسندهش یک نویسنده مشهور زیدی مذهب هستش، خیلی کتاب تاریخی مهمی هست در تاریخ اسلام، در اونجا نویسنده میگم زیدی مذهب، در اونجا یه داستانی رو ذکر میکنه، میگه محمد ابن عبدالله نفس زکیه وقتی که قیام کرد علیه بنی امیه در زمان مثلا امام صادق علیه السلام، این محمد ابن عبدالله نفس زکیه، یه عده گفتن که این همون مهدی موعوده که از اولاد پیغمبره و قراره که بیاد با مثلا بنی امیه و خال ظالمان و قاصبان به جنگ و اونها رو از بین ببره و دورش جمع شدن. بنی عباس هم این مسئله رو به قول معروف بادش میکردند و خیلی بزرگ میکردند و بنی عباس اومدن زیر پرچم محمد ابن عبدالله نفس زکیه و او رو انداختن جلو و علیه بنی امیه قیامهایی رو شروع کرد. اونجا ابوالفرج اصفهانی صاحب مقاتل الطالبین می نویسه که اونجا یه گفتگویی بین حاکم مدینه و یکی دیگه از بنی امیه اتفاق می افتاده بوده و یکی از اینها به اون دیگری میگه که نگران نباش. دو نفر از بنی امیه دارن صحبت میکنن، میگه نگران نباش، اون مهدی که میاد و به قول معروف کارش میگیره و مثلا فرض کنید که همه حکومت رو از بین میبره، حکومت های ظالم رو از بین میبره و حالا به قول معروف اگه بخوایم ما نگران باشیم و قدرت رو بنی هاشم برمیگردونه، اون ابن سبیه است، یعنی مادرش کنیزی هستش، کنیزه یعنی جنگ تو جنگ گرفته میشه، در حالی که محمد ابن عبدالله نفس زکیه، این محمد ابن عبدالله مادرش یک قریشی هستش. حالا جالبه که محمد ابن عبدالله نفس زکیه که از نخستین کسانی که مشهور شده همون مهدی مورد نظر پیغمبر هست،
بهش میگفتن محمد ابن عبدالله صریح، صریح یعنی خالص. و علتش هم این بوده که چند نسل ذکر شده از مادرانش که همه اینها قریشی بودن، یعنی یک شخصی بوده که هم پدرش قریشی بوده هم مادرش قریشی بوده، بعد اون پدر و مادر همینطوری باز دوباره قریشی بودن، قریشی بودن. و این یه نکته‌ای بوده که روش بانور تبلیغاتی میدادن به عنوان مثلا یک شخصیت قریشی خالص، و این نشانه‌ای بوده برای اونهایی که با روایات پیغمبر و امیرالمومنین آشنا بودن که این شخص نمیتونه مهدی موعود باشه. جالب این هستش که یک سندی هست در کتاب غیبت نعمانی که شخصی نقل میکنه میگه من اومدم خدمت امام علیه السلام رسیدم، حضرت به من گفتن که احوال پرسی کردن اینا، گفتن تو راه که داشتیم میومدیم، تو سفر که میومدیم کسی باهات همراه نبود، چی میگفتین چی نمیگفتین؟ و من تعریف کردم که یکی از طرفداران محمد ابن عبدالله نفس زکیه بود و صحبت هایی میکرد و میگفتش که من خلاصه من رو دعوت داشت میکرد به جریان نفس زکیه. من بهش گفتم که چرا شما میگید که این نفس زکیه این مثلا مهدی موعوده؟ او گفتش خب ببین اسمش محمده و اینا. من گفتم که خب آخه در اولاد پیغمبر به این نام دیگران هم هستن، چرا شما فقط ایشونو میگی؟ بعد حضرت گفتن که خب چی جواب دادی؟ او گفت عرض کنم خدمتتون، بعد او میگه که او به من گفتش که ولی خب تنها محمدی که توی این خاندان هستش و به این شکل که کاملا قریشی باشه مثلا این و علا ادعایی داشته باشه این آغاز. بعد امام گفتن خب تو چی جواب دادی بهش؟ گفتش که من موندم حقیقتش چی بگم. حضرت فرمودن که مگر نمیدونید که مهدی ابن صبیه است، ابن خیارت الامامه؟ مگه پیغمبر نشیدید که پیغمبر و امیرالمومنین گفتن که مهدی موعود مادرش و مادرانش چنین اشخاصی هستند؟ پس نمیتونه محمد ابن عبدالله نفس زکیه و مهدی موعود باشه. این همون چیزیه که ما توی تاریخ، وقتی میگم که تاریخ عربی یعنی توی آثار زیدیه، تو کتابای تاریخی زیدیه نگاه میکنیم میبینیم که بین بنی امیه متداول بوده، حتی اونا میشناختن و میگفتن این نفس زکیه نمیتونه اون مهدی موعود باشه. اساساً مهدی موعود به عنوان یک مشخصش در روایات این هستش که مادرش به اسارت در میاد و از خارج از فضای اسلامی وارد فضای اسلامی میشه. بانوی است محترم که تبار دیگه‌ای داره و تبارش درون اسلامی نیست، درون جامعه عربی نیستش، ریشه هایی داره این نهال که از جای دیگه گرفته میشه، یعنی تنها ریشهش در نسب اسلامیش که از نسل پیغمبر اسلام هست نیست. این رمزی است و اشاره است که مهدی موعود از جای دیگر هم ریشه میگیره وجودش. خلاصه خواستم عرض کنم که ما یک قرائن بیرونی غیر از سند داریم که میتونه این ماجرا رو تایید بکنه، اما ماجرا به همینجا ختم نشد. شروع کردیم بررسی کردن ماجرا در تاریخ روم. تاریخ روم که میگیم اولین نکتهش این هستش که باید مشخص کنیم که روم کجاست، و خیلی این ساده است، البته ساده ترین قسمت کاره، ولی حقیقتش با همه سادگیش ما روش وقت گذاشتیم، خیلی وقت گذاشتیم. حالا من نمیگم که حالا وقتمون نگرفته نشه چه کار کردیم، اما
من به شما بگم برخلاف یک فکر مشهور که خیلی ها متداوله، یعنی ذهنایی که کار علمی نکرده باشن فکر میکنن که روم همون امپراتوریه که مثلا جولیوس سزار و اینها توش هستن و روم غربی اصطلاحا هم بهش میگیم و مرکزیتش روم و ایتالیا هستش. نه این نیستش. این سوره روم که مثلا تو قرآن هستش، غلبت روم، منظور کدام روم هستش؟ منظور یک کشوری که مرکزش در مثلا ایتالیا باشه نیست. ما دو تا امپراتوری روم تو تاریخ داریم، روم شرقی، عرض کنم خدمتون، وسترن رومن امپایر و روم شرقی، استرن رومن امپایر. روم شرقی، روم غربی در زمان دوره اسلامی اصلا از بین رفته، تموم شده کارش، یک سره شده. ما رومی نداریم. ما در دوره مثلا فرض کنید که مأمون و خلفای بعدش در اروپا مثلا حکومت شارلمانی رو داریم که بعدم به سه تا فرزندش میرسه و مثلا مهمترین پادشاه اون دوره شارلمانی هستش که فرانسوی هست و مسلمان ها اروپا رو به نام مثلا افرنج یا فرنگ، همین که ما میگیم فرنگستان که از فرنج میاد، در حقیقت فرانسه میاد، به اون نام میشناسن. مثلا ابن خرداد به که یک تا مورخیه که در دوره واسق مثلا هستش و قبل از ولادت امام زمان علیه السلام هست، اونجا مثلا شما تاریخ او رو مشاهده میکنید. ما یه روم داریم، یه فرنگ داریم. یه آقایی هستن به نام آقای دکتر کورای دوراک که یک مقاله رو نوشتن که رومی ها کیا هستن و به انگلیسیشون استاد دانشگاه بوغازیچی استانبول هستش و اونجا یک مقاله انگلیسی هستش که توضیح دادن دقیقاً که روم، روم شرقیه. روم شرقی البته بعد از بین رفتن روم غربی ما میبینیم، یعنی قدرت منتقل شده به کنستانتینوپول. کنستانتینوپول کجاست؟ شهر کنستانتین همونیه که تو لفظ تلفظ عربی بهش میگن قسطنطنیه، یا همون استانبول فعلی که بعدن استانبول شد و بعد اسلامبول شد و بعد استانبول شد. یعنی وقتی که عثمانی ها اومدن روم رو شکست دادن، کنستانتینوپول رو تبدیل کردن به اسلامپول، یعنی شهر اسلام، که همون اسلامبول شد و بعدم حالا تو دهه‌های اخیر اسلامبول هم شده استانبول. همین استانبولی که الان ما تو ترکیه داریم که جاییه که قاره آسیا به قاره اروپا وصل میشه، اینجا پایتخت روم بوده و ترکیه امروزی بخشی از روم هستش. خیلی گستره وسیعی رو در بر میگیره، ولی میخوام بگم که و مثلا از اون طرف به یونان و مقدونیه و همینطوری میره و شمال آفریقا و همه اینها رو در بر میگیره. پس روم چنین کشوری هستش و این همون امپراتوریه که به نام بیزانس هم شناخته میشه. اون شهر کنستانتینوپول به نام بیزانتیوم هم معروفه. مثلا احمد بن ابی نصر بیزانتی که از اصحاب امام رضا هستش، ظاهرا اهل همین بیزانتیوم بوده، بیزانتی از اونجا گرفته میشه. و عرض کنم خدمتتون که لذا اگر دقت بکنید مثلا به مولوی که در قونیه بوده، ساکن بوده، مثلا اون منطقه ترکیه امروزی ساکن بوده، ما میگیم ملای رومی، یعنی چون منطقه روم بوده. و این کشور همون کشوریه که با ایران همسایه است و جنگ بین ایرانی ها و رومی ها تو قرآن گزارشی ازش اومده که غلبت روم و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. این
اولین نقطه این بود که ما روم رو تشخیص بدیم. این روم استانبول میدونید که خیلی نزدیک مثلا آتن هست و منطقه یونانیه. اونجا همین الان هم استانبول اگه شما بدین مناطق یونانی نشین داره، منطقه مثلا فنر یا فنر که اون کلیسای خیلی قدیمی ارتدوکسی هم اونجا هستش، اونجا اصلا یونانی نشین هست. و خط رومی هم اشاره کردم که خط مثلا گریک هستش، تو اینجا دیگه ایتالیایی نیستش، اصلا فضاشون فرق میکنه. بسیار تمدن باشکوهی داشتن، اینها مسیحی بودن، یک حکومت رومی مسیحی هستش بر اساس در حقیقت قدرتش رو از کلیسا میگیره این حکومت. همین الان وقتی شما به استانبول برید بسیار جاهای دیدنی داره، از باقی مانده های اون گریت پلیس، منطقه قصر بزرگ که توش یه منطقه خیلی بزرگی بوده که توش قصرهای مختلف بوده، باقی ماندهش هستش. اون میدان اسبدوانی که کنار کاخ بوده، اون میدان ساختارش حفظ شده، بعضی از اون نمادهای اون وسط هنوز از اون دوران باقی مونده، سرداب های خیلی باشکوهی از اون دوران باقی مونده، خیلی از سازه های روی زمینی از بین رفته و جاش مثلا فرض کنیم مسجد باشکوه سلطان احمد بنا شده، اما بعضی از سازه های روی زمین هنوز باقی مونده، مثلا کلیسای سلطنتی، کلیسای بزرگ شهر، کلیسای هاگیا سوفیا بوده، کنارش کلیسای هاگیا آیرنه بوده که این کلیسای هاگیا سوفیا که قبل از ولادت پیامبر اسلام بنا نهاده شده، همین الان هم ساختمونش هست و به نام مسجد ایا صوفیه الان مشهور هستش. این منطقه، منطقه در حقیقت سلطنتی روم هستش. این داستان میتونه از اینجا شروع شده باشه. این اولین گام تحقیق بود و ساده ترین گام که روم رو تشخیص بدیم. گام بعدی که خیلی میتونه ساده حل بشه این بود که بگیم که خب قیصر تو اون زمان چی بوده. خب روم یه تاریخ خیلی مفصل و پرمنبعی داره. وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ پادشاهان امپراتوران روم میبینیم که امپراتوری که تو اون دوره زمانی که مربوط دوره امام هادی میتونه باشه بوده، یک جوانکی است که مثلا بچه است که به حکومت رسیده در 3 سالگی، یعنی پدرش تئوفیلوس بوده، این آقا میخائیل سوم بوده، این به قدرت رسیده و نوجوانی بوده و جوانکی بوده و بعد که بزرگ میشه و جوانی میشه دیگه در اوج سن و سالش که در زمان مثلا امام عسکری و اینا هستش کودتا میشه و در سن 27 سالگی این آقا کشته میشه، آقای میخائیل سوم دیگه. یعنی وقتی که دیگه به اوج سن رسیده، کسی که 27 سال سن داشته در واپسین روزهای زندگیش نمیتونه پدر بزرگ یک دختر خانومی باشه که به سن ازدواج رسیده و براش جشن گرفته میشه و بعد سالها میگذره و ماجرا داره و اینها تازه تا به سن مرگ برسه. و خیلی من دیدم بعضی از نویسندگانی که اومدن تاریخ تطبیقی رو کار بکنن به تکلف افتادن. حقیقتش من خودم شخصا بخوام یک اعترافی بکنم اینجا، من پیش از اینکه ما این تحقیقات رو شروع بکنیم، چون علاقه من بودم به این موضوع، یک کتابی رو از یکی از دانشمندان بزرگوار شیعه دیدم که ایشون اومده بود و با استفاده از تاریخ طبری و تاریخ مسعودی و مثلا تواریخ اینچنینی خواسته بود که اون قیصر رو تشخیص بده و خیلی به تکلف افتاده بود و سعی کرده بود بگه که این پادشاه پدر میخائیل سوم بوده، تئوفیلوس بوده، ولی خب تاریخ تئوفیلوس نمیخونه به اون زمان
من خودم شخصا برای سالها اعتقادی به این حدیث حضرت نرجس خاتون نداشتم، یعنی احساس میکردم که این یک حدیث، یک جریان ساختگی هستش، به خاطر اینکه میدیدم که نمیخوره، آخه قیصر نمیخوره که این مثلا همچین بچه‌ای داشته باشه. این و نقلم نمیکردم این ماجرا رو. اما بعد به قول معروف گفتم که خیلی آسان مینمود این قضیه، اما افتاد مشکل ها و این ضربه خیلی شدیدی بود به پیکره این حکایت و این میتونست کاملا ما رو زمینگیر بکنه. کما اینکه میگم اونایی که میگم اعتقادی ندارن به داستان همین شواهد اینجوری رو میارن دیگه. البته این موضوع رو کمتر کسی بهش پرداخته بود. معمولا میان میگن که تو اون دوران اصلا جنگی بین مسلمان ها و رومیا اتفاق نیفتاده بوده، در حالی که اگر حتی به برخی از متون کاملتر اسلامی هم مراجعه میشد میدیدن که جنگ بوده. من حالا خواهم گفت ما در ادامه وقتی رفتیم به تاریخ بیزانس مراجعه کردیم دیدیم چندین و چند جنگ اتفاق افتاده تو همون سالها و اتفاقا درگیری ها زیاد بوده. ما سوالمون این بود که کدوم یک از این جنگ ها اون جنگ مذکوره، یعنی اینقدر این جنگ ها اتفاق افتاده نمیدونیم کدومشه. چطور این مؤلفین، حالا بعضیشون از مؤلفین مثلا بهایی که خب طبیعتا اونا دوست ندارن اعتقاد به حضرت حجت فرزند امام عسکری شکل بگیره، اونا مثلا اومدن گفتن جنگی نبوده، این داستان دروغه و این حرفا دروغه. و بعضی وقتا متاسفانه برخی از محققین شیعه مثل آقای دکتر جاسم حسین در کتاب تاریخ غیبت که نوشته، خب اینا میگن که جنگی نبوده و این داستان نمیتونه درست بشه. نه، جنگ بوده، جنگ ها بوده در همون سالها، دقیقا همون سالها چند نبرد شناخته شده ما داریم و نبردهایی که جالبه تو بعضیش تصریح جدی شده که قیصر اومد شرکت کرد. نبرد ساموسات یکی از این نبردها که تصریح میشه که قیصر اومد شخصا تو این نبرد شرکت کرد، با اینکه متداول نیستش که خود قیصر بخواد بیاد و شرکت بکنه. ما این مسئله رو کاملا داریم. در مورد شخص امپراتور کمتر کار شده بود که امپراتور مثلا تطبیق نه، چون اصلا اونایی که رد میکردن خیلی مطالعه‌ای نکرده بودن، صرفا یه چیزی گفته بودن این رو تضعیف کنن این حدیث رو. اما اگر مطالعه میکردن میدیدن که یه اشکال خیلی بزرگتری وجود داره و اونی که میدیدن اون جنگ ها اصلا اشکالی نیست در حقیقت. مسئله اینه که این قیصر کیه. ما اولین جرقه‌ای که باعث شد این تحقیق همچین جونی بگیره و شروع بشه ادامه پیدا بکنه این بود که یه کشفی کردیم. کشف ظاهرش ساده است ولی خب میگم اگه آدم ذهنش این باشه که آقا اینا دروغه و این داستانا فلانه، اصلا به همین نکته ساده که الان دارم میگم بهش نمیرسه، کما اینکه منم نرسیده بودم اول کار. و اون نکته اینه که خیلی دو تا نکته است که به هم در هم تنیده شده و اینجا یک گرهی ایجاد شده تو داستان و این گره باز میشه. خیلی جالب. نکته اولی هستش که در دوره بیزانس یعنی روم شرقی واژه قیصر به معنی امپراتور نیست. قیصر در برخی موارد به شخصی غیر از امپراتور اشاره داره.
و مثلا به ولیعهد امپراتور تعلق میگیره. این یه عنوانیه شبیه عنوان فرمانده کل قواست در قانون اساسی ایران. مثلا در قانون اساسی ایران ما یه سمتی داریم به نام فرمانده کل قوا. اصالتا فرماندهی کل قوا سمتی است که به رهبر داده میشه، ولی میتونه تو رهبر اون رو تفویض کنه به دیگری، به شخص دیگر، و معنی فرمانده کل قوا معنی رهبر رو نداره. همینطور قیصر هم معنیش امپراتور نیستش. و سه تا نمونه بارز تو تاریخ روم، روم شرقی وجود داره که دقیقاً معروفه تو تاریخ روم. مثلا تاریخ شما حتی صفحه ویکی‌پدیای مثلا سیزر رو ببینید، اونجا هم حتی مثلا این ذکر شده و کلن توی مقالات بیزانس شناسی این ذکر میشه که سه دور به عنوان نمونه سه شخصیت رو ذکر میکنن برای اینکه بگن که لزومن بدونید قیصر هم امپراتور نیستش، که مثلا تو این دوره ها ببینید امپراتور این شخصه ولی قیصر شخص دیگه ایه. یکی از اون دوره ها دقیقا همین دوره ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، یعنی امپراتور روم یه آقایی به نام میخائیل دسرد، یعنی میخائیل سوم، و قیصر دایی ایشون هستش به نام قیصر بارداس. بارداس این نکته اول. و نکته دوم این هستش که آقای میخائیل وقتی که به حکومت میرسه، یعنی به خاطر اون تباری که داره، فرزند تئوفیلوس هستش، این آقا یعنی یک بچه ایه. این بچه سالهای اول مادرش نائب السلطنه هستش و بعد مادر هم کنار میره و داییش عملا فرمان روای روم هستش، یعنی نائب السلطنه داره، نائب السلطنه است که داره سلطنت میکنه تو روم، پادشاهی میکنه. و اون کودک و بعد که بعد نوجوان میشه این کودک تا سالها قدرتی رو در اختیار نداره و باسیل اول که میاد ابتدا بارداس رو میکشه و سال و خودش میشه کو امپرور، به قول معروف همزمان شریک در امپراتوری با میخائیل میشه و سال بعد میخائیل رو هم میکشه و یک برنامه جدیدی در امپراتوری روم ایجاد میشه. بارداس شخصی است که تو اون دوره هم عنوان قیصر رو داره و هم دیفاکتو رولر روم هستش، یعنی در عمل اوه که داره روم رو میچرخونه. و تاریخ روم چون اونجا یک ورقی میخوره و حکومت دست مقدونی ها میفته، مسادونیانز میفته، تاریخ دوره بارداس رو عمدتا دشمنان بارداس نوشتن، دشمنان میخائیل نوشتن و خواستن حتی سیاه نمایی بکنن. اما امروزه نقادان تاریخ روم و بیزانس شناسان اعتراف میکنن که یکی از طلایی ترین دورانهای روم همون دوره بارداس بوده و علارغم تمام تلاشی که مخالفین بارداس کردن برای اینکه خلاصه حقایق رو پنهان کنن، به تعبیر برخی از بیزانس شناسان بزرگترین شخصیت اجرایی روم، یعنی بیزانس، روم شرقی، در چند سده‌ای که این حکومت، حکومت پهناور وجود داشته، بزرگترین شخصیت اجرایی و نظامی روم در تمام این ادوار
قیصر بارداس هستش، یعنی یک شخصیت فوق‌العاده مهمی هستش در تاریخ روم، بسیار دانش دوست، معروف به اون نگاه علمی که داشته و چیزیه که من تو اون حکایت از نرجس هم ذکر میکنه که اون چون بهش میپرسه میگه شما عربی از کجا بلدین، اون خانم میگه که پدر بزرگ من خیلی به تعلیم علاقمند هست. این یه جمله ایه که و به من برای من مترجم خانومی مترجمی داشته که عربی ترجمه میکرد، او رو گذاشت که من زبان مثلا به قول من کشور همسایه و اینها رو هم یاد بگیرم و خلاصه من دوره زبان گذروندم. این جمله جمله که پدر بزرگ من ولوع قول معروف حرص داشت، خیلی علاقه داشت به ادب و علم، این جمله برای ما خیلی جمله ساده ایه، از کنارش میگذاریم، ولی بیزانس شناسا اینقدر این جمله رو میدونن، یعنی ما چون با اونها صحبت کردیم کار کردیم و مقاله نوشته شده میدونیم اینها یه به قول معروف مهریس بر پیشانی بارداس که بارداس علم دوست بوده، یه مقدار به قول معروف قدرت کلیسا از یه جهاتی اونجا تو دوره بارداس کم رنگ میشه از جهت اینکه بارداس به قول معروف یه شخصیتی مثل امیر کبیر داره، دارالفنون درست بکنه و مثلا یه جریان‌های علمی را بندازه، یه همچین شخصیتی هم هست، یعنی چه از جنبه نظامی چه از جنبه اجرایی چه جنبه علمی بارداس یه شخصیت فوق‌العاده است در روم و ایشون قیصر روم هستش، در حالی که اسمش اصلا جزء پادشاهان نیستش، یعنی محققانی که می اومدن این دوره رو بررسی میکردن همش میرفتن فهرست پادشاه ها رو میدیدن، میگفتن خب قیصر ملک روم دیگه، اما قیصری که داره حکومت میکنه بر روم تو اون دوره یه شخصی که اصلا تو این فهرست نیست، تبارش تبار ارمنی هستش، تو اون دوره ارمنی ها نفوذ فوق‌العاده‌ای در دربار روم داشتن و یه کتابی هم به زبان انگلیسی حتی در خصوص ارامنه در اون دوره نوشته شده که خب یک مشخص در این چهره شون بارداس هستش و بعد خواهر بارداس تئودورا که یه قدیسه‌ای به شمار میره و نقش مهمی در تاریخ مذهبی مسیحی ارتودکس داره. خلاصه ما این کلید اول شد، یعنی مشخص شد که این داستان باید کجا تعقیب بشه و اصلا قابل تعقیب هستش. دیگه کاری که ما کردیم تک تک جملات این داستان رو آوردیم گذاشتیم جلومون و رو هر کدومش کار کردیم، یعنی مثلا چی؟ مثلا اومدیم گفتیم که خب اینجا میگه که این آقا این خانم گفته که من 13 ساله بودم که قرار بود که پدر بزرگم من رو به عقد برادرزادش تعبیره. خب این دو تا اطلاع هستش اینجا، یکی اینکه 13 سالگی، یکی این که در حقیقت 3 تا اطلاع برادر و برادرزاده، یعنی قیصر باید برادر داشته باشه و اون برادرش هم باید پسر داشته باشه. آیا در روم در 13 سالگی دختر ازدواج میکرده؟ آیا اگر ازدواج میکرده اشرافزاده ها نجیب زادگان اینها حالا تو این سن ازدواج میکردن یا فقط این مثلا متداول بوده برای بین عوام؟ و آیا این برادرزاده داشته قیصر برادر و برادرزاده داشته؟ تمام اینها قابل پیگیری بود. هر قرینه هر سوالی که تو تک تک این جملات پاسخ مثبت پیدا میکرد میشد یه قرینه بر درستی داستان، به خصوص اگر راجع به یه اطلاعی بود. خوب دقت بفرمایید،
که در تاریخ عربی، تو میراث ادبی عربی ذکر نشده باشه. ببینید، ابن خرداد به طبری، مسعودی، یعقوبی، اینها توجه داشتن به ذکر تواریخی از روم و اینها اینجوری نبودی که هیچی نقل نکنند، نقل کردن، بعضی وقتا وارد یک جزئیاتی شدن، اما جزئیاتی که تو این داستان از ارتکام خدمتون امور داخلی قصر ذکر شده است هیچ جا نیست. یعنی مثلا فرض کنید که دیگه در مورد خیلی جزئیات اونجا وارد نشد، تو تاریخ‌های ما اصلا اطلاعاتی نداشتن، شاید حتی اطلاعات ضعیفی داشتن. مثال میزنم، فرض کنید که اسم بارداس اصلا تو تاریخ طبری اینا نیومده به این شکل. یه جا ذکر کردن که تو فلان ماجرا یه گروهی رفتن ملاقات کردن، امپراتور یک شخص جوانی بود نشسته بود، ولی شخص دیگه‌ای که دایی امپراتور بودش او همه کاره بود و اسمی که ذکر میکنن پتروناسه به جای بارداس. پتروناس برادر بارداس هستش و پتروناس تو ماجرا بوده، ولی اونی که همه کاره بوده ما تو تاریخ روم دقیقا همین ماجرا نقل شده، همون ماجرایی که دارم میگم و اونجا ذکر شده. منتها اینها وقتی اومدن گزارش کردن پتروناس و بارداس رو که نقل کردن اشتباه گفتن که همه کار پتروناس بود، همه کار بارداس بوده. اون مسلمه تو تاریخ روم پتروناس هم یه شخصیت مهمی بوده، ولی اون شخصیت اصلی بارداس بوده. میخوام میگم در حد این که تشخیص بدن مورخین اسلامی که قیصر کی بوده، هم یا اینکه اصلا اسمش رو بیارن میگن که او قیصر بود، اون عنوان قیصر رو تشخیص ندادن مورخین مسلمان، فقط گفتن همه کاره بوده، یعنی اون دیفاکتور رولر رو گفتن، ولی نگفتن قیصر کسی دیگه بود. اصلا وارد این جزئیات اونجا نمیشه تو تاریخ‌های اسلامی. خیلی وقتا ما تو این تاریخ وقتی مراجعه میکنیم رفتیم مثلا تمام آداب و رسوم ازدواج رو تو اون دوره دیدیم. کتاب هایی هستش که وارد جزئیات شده و که مثلا آداب و رسوم چیا بوده. یکی از جزئیاتی که تو تاریخ روم هستش و پیدا کردیم سن ازدواجه. ببینید الان من دیدم بعضی وقتا توی سایت ها مثلا برخی از مخالفین شیعه مثلا برای مسخره کردن میگن که ای بابا مگه اینا عرب بودن، مثلا دختر 13 ساله دخترشون 13 ساله ازدواج بدن، مثلا مگه عرب بودن. ما دقیقا رفتیم دیدیم که سن رسمی ازدواج در روم برای پسران از 15 سالگیه و برای دختران از 13 سالگیه. دقیقاً عدد 13 است. یعنی به نظر میرسه، ما شواهدی داریم که این ازدواجی که ازدواج سیاسی بوده که منتظر بودن فقط این دختر به سن قانونی برسه و یک برنامه نامزدی مثلا رسمی براش اتفاق بیفته که قدرت خلاصه تهدید نشه حالا از جانب پتروناس و دیگران و یک پیوند بین بارداس و پتروناس اتفاق بیفته. دقیقاً سن 13 سالگی. یعنی و بعد این مسئله در بین اشراف هم هستش. یعنی ما شخصیت های مشهور رو رفتیم از نجیب زادگان و اشراف زادگان اون دوره پیدا کردیم که اینها خانم هایی هستن که تو همین سن ازدواج کردن. یعنی اسمشون حالا چون تو یک مقاله اومده، این خیلی برای ما جالب بود
که این عدد 13 دقیق به کار برده شده توی اینجا. یا مثلا در مورد ایشون مثلا داره داستان رو تعریف میکنه، میگه پدر بزرگی من یک تختگاهی داشت، یک چیزی داشت که خیلی با شکوه خاصی بود و خیلی بلند بود و داماد رفتش بالای او که مثلا خطبه رو بخونن. این ارشکاب خدمتون شاید مثلا لازم نبود که اون ترسیم بکنه که این پدر بزرگ من یه تختی داشت مثلا خیلی جالب، میتونست بگه داماد رفت بالای چیز زلزله اومدش، ولی اون بلند بوده و یه چیز خاصی بوده و پدر بزرگم اینو داشت، مثلا اینو اوورده بودن، این تختگاه رو اوورده بودن در مثلا صحن مراسم و او رفت بالا و افتاد. خیلی جالبه که ما میبینیم تو اون دوره یکی از فرنیچر مهم قصر که ذکر کردن تو تواریخ که یک همین تختگاهی بوده که حالا انشالله قراره تو یک مقاله‌ای به طور خاص دربارش مطالب بیاد که هنوز چون چاپ نشده، الان 5 تا مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده و در 3 تاش منتشر شده در 3 نشریه خیلی معتبر و من حالا یکیشو معرفی خواهم کرد که نشریه مربوط به همین تاریخ عربی بیزانسی در دانشگاه اکزتر، نشریه المساق هستش، بسیار نشریه معتبری، این فکت فاکتور بالایی هم داره به نام An Ignored Arabic Account of a Byzantine Royal Woman، یک سند مخفول مانده درباره یک دختر به قول معروف خانواده سلطنتی روم. اون مقاله رو ما منتشر کردیم درباره همین داستان هستش، آقای تقوی دوست عزیزمون به نگارش در آوردن، بسیار سختگیرانه داوران این مجله برخورد میکنن، طبیعتاً فضای علمیه و داستانم داستانیه که میتونه تلقی بشه که به قول معروف یک هاگیوگرافیه، یعنی یک به قول معروف ترندی هستش تو این فضای قدیس نگاری که برای قدیسان و شخصیت‌های معنوی و روحانی فضای مسیحی شناخته شده است. این سبک نگارش که تو اون سبک نگارش خب خیلی بهش جدی نمی‌پردازن، بعد یک گونه ای از داستان‌ها هستش، توپوس هستش که اینها به قول معروف یه ویژگی‌های مشترکی دارن که میخوان یه کسی رو خیلی بزرگ کنن و یک فضای خاصی رو پیدا بکنن اینها، و میگن خب اینم از اون قبیله که مثلا یه دختری از این خانواده بلند میشه و فرار میکنه و میره و یه جای دیگه سر در میاره و بعد یه چیزی میشه. این مثلا یه داستان، یه اسطوره سازی هستش، اصلا نمیپذیرن به این سادگی بخوان یک قبول کنن که مثلا این داستان اعتباری داره، ولی واقعا انقدر ما شواهد خوب پیدا کردیم که ما تونستیم ثابت کنیم که این یک سند رومیه. یعنی به الان با انتشار این مقاله دوستان ما این امکان رو پیدا کردن، این برگ رو به تاریخ بیزانس افزودن، گفتن آقا شما یک سندی دارید در شناخت تاریخ بیزانس میتونه کمک بکنه، یه رازی رو، رازهایی رو از تاریخ بیزانس که تو اسناد خودتون اون طرف نیستش اینجا هستش، میتونید به عنوان یک سند معتبر استفاده بکنید. این رو ما تونستیم ثابت بکنیم، این جالب هستش. ببینید دقیقا ما تو اون دوره یک تختی رو مواجه هستیم باهاش که این تخت خاصیه، قشنگ ذکر کردن که این مثلا چند تا ستون داره، ستون وسطش چجوریه، ستونهای کناریش چجوری بوده، این میوبردن این تخت رو اسمبل میکردن، خیلی بلند بوده و یه چیز خاصی بوده به عنوان یک فرنیچر مثلا خاص اون دوره است، دقیقا مال همون دوره هستش
مثل اینکه مثلا تخت ملکه سبا فرض کن یه چیز خاصی بوده، لها عرشون از این که خدا تو قرآن ازش یاد میکنه، این یک عرش عظیمی واسه اون دوره بوده و مثلا میگم به امتیازی بوده در اون دوره که طراحیش کرده بودن که میشده اسمبل بشه. این خیلی جالبه برای ما. میگم اینا دونه دونه این جملات برای ما محل بررسی بوده، زحمت زیادی هم واقعا توسط این دوستانمون کشیده شد تا تک تک اینا رو بررسی بکنیم. آیا مثلا ایشون میگه که پدر بزرگی من یک تخت مهمی داشت و چنین و چنان، آیا یه تخت مهمی تو اون دوره بوده یا نه؟ رفتیم دیدیم آره یه تختگاه مهمیه. بعد تو این داستان ایشون خیلی جالب عجیبه، فرض کنید یه کسی بخواد داستان ساختگی درست بکنه، این جمله رو نگاه کنید، میگه که وقتی که زلزله اومد ستون‌ها ریخت و مثلا اون دامادم افتاد، بعد خیلی بد شد، پدر بزرگم دستور داد ستون‌ها رو دوباره بذارن سر جاش و اینها. واقعا اگر ما اولین نگاه اینه که ما اول که نمی‌دونستیم این ستون‌ها ستون این تخته است، مثلا این تخته یه چیزی بوده یه ستون، یعنی الان ما متوجه نبودیم اولش، می‌گفتیم این ستون چیه، چطور میتونه ستون‌ها بریزه، فرض کن ساختمون ستون‌هاش بریزه، بعد پادشاه دستور بده ستون‌ها رو بذارین سر جاش و دوباره مثلا مراسمو بتونیم شروع بکنیم. این سوال بود که این ستون چیه، خیلی بررسی کردیم. بعد آدمی که بخواد دروغ بگه نمیگه که مثلا ستون ها ریخت، چون ستون ها بریزه یعنی فکرش این باشه که این ستون ها بریزه بعد دوباره ستون ها رو بزنه، چون ستون ها بریزه این ساختمون ریخته تموم شده، یعنی یه چیز واضحیه. ما رفتیم دیدیم که این تخت یه تختی، این مربوط اون تخته است، من این تخته ستون هاش قابل دوباره اسمبل کردن بوده، اصلا این ستون ها بوده ریخته و اون آدم افتاده. خب آیا پتروناس که برادر بارداس هستش پسر داشته و نه یک پسر، دو پسر باید داشته باشه، دقیقا دو تا پسر داره پتروناس، یعنی دو تا پسر داره. و یک چیز جالبی که در یک زندگی نامه‌ای پیدا کردیم این هستش که یک زندگی نامه‌ای هست درباره یک قدیسی تو اون زمان به نام سنت آنتونیوس ده یانگ، آنتونیوس جوان، که در مورد اون نوشتن یک زندگی نامه مختصری. اونجا توی گوشه از اون زندگی نامه اومده که پتروناس یک فرزندی داشت به نام ماریانوس و این فرزند به کما رفت و مدتی در حال اغما بود. بعد این آقای سنت آنتونیوس اومد و مثلا دعا کرد و او از کما در اومد، از اغما در اومد. یعنی حتی ما این رو پیدا کردیم که پتروناس نه تنها پسری داشته بلکه پسری داشته که به دلیلی به کما رفته بوده و این رو هم الحمدلله تونستیم پیدا بکنیم. نکته دیگه‌ای که بخوام اشاره بکنم این هستش که ما توی این ماجرا داریم که زلزله اومد. خب زلزله میتونه نیاد، میتونه جنگ اتفاق نیفتاده باشه، میتونه بارداس قیصر همچی سنی نداشته باشه، میتونه اون قیصر برادر نداشته باشه، میتونه اون برادر دوست پسر نداشته باشه، میتونه خود قیصر پسر نداشته باشه. ما الان قیصر رو میدونیم که دوتا پسر داشته، مثلا دختر داشته، اون پسر بزرگش فرماندار نظامی بخش اروپایی امپراتوری روم بوده. ببینید هر کدوم از اینا میتونست ردی باشه بر این داستان، ولی همه اینا داره تایید میکنه ماجرا رو.
آقای بارداس پادشاه نبوده، برای همین اطلاعات خانوادگیش خیلی کامل ثبت نشده. ما اطلاع در مورد مثلا فرض کنید که پتروناس و بچه های پتروناس و توی یک زندگی نامه قدیسی که زندگی نامه او رو نوشتن و بعد خواستن بگن که او مثلا چه کارایی کرده و چرا مهم بوده، اونجا پیدا کردیم که یه گوشه‌ای گفتن که این برادرزاده مثلا بارداس به کما رفته بود و این اومد و دست کشید و مثلا شفا داد او رو، اونجا پیداش کردیم. این گوشه کنار است. اینا رو نمیتونه یک ذهن در حقیقت بی اطلاع عربی ساخته باشه و همش هم منطبق بشه. یعنی میدونید خیلی پشت سر هم داره اتفاق میفته. یکی از چیزایی که هستش اینه که زلزله اومده در قصر و نه یه زلزله، بیش از یک زلزله اومده. در اون دوره آیا زلزله اومده یا نه؟ اومدیم بررسی کردیم. آیا زلزله بوده؟ بله، زلزله مهمی بوده. و چه سالی بوده؟ بین سال 860 تا 866 دانشمندان بیزانس شناس بحث کردن که این زلزله که گزارش شده کدوم سال بوده، ولی بوده، اتفاق افتاده، زلزله مهمی هستش. دقیقا همون منطقه‌ای که قصر هست اتفاق افتاده و در یک شب بیش از یک زلزله اومده. اینا همه ذکر شده و سال 860 دقیقا به همون تاریخی که مورد نظر ماست میخوره، دقیقا همون زمان هاست. و جالب اینه که یعنی نه تنها زلزله اومده، یه زلزله ایه که این زلزله پیچوند این حرف رو تو جامعه که این نشان دهنده این شکست و زوال بارداسته. این زلزله در بین مردم اینجوری میگذشت که زلزله ایست مربوط به بارداس و باعث سرفکندگی بارداس شده بوده این زلزله. و بیزانس شناسا این رو که ذکر میکنن که مثلا چرا فرض کنید اون آقای لئوی که اون حرفا رو زده بوده، این گفته بوده که این نشان زوال بارداسه و چرا ارتباط داده میشده به بارداس، الان بیزانس شناسا سوال بودش تا پیش از این که چرا باید یه زلزله‌ای که میاد رب داده بشه به بارداس و باعث ملامت بارداس بشه تو تاریخ روم. این دقیقا میتونه، یعنی اگر ما اون ماجرای عروسی و باشکوهی که بارداس برگزار کرده و میخواسته یک کاری بکنه و عرض کنم خدمتتون تثبیت حکومتش از جهاتی بوده و تجلیل از فرزند خود، مثل اینکه ما عروسی بگیریم واسه بچهای خودمون و بعد خلاصه این عروسی به هم تا میان مثلا خطبه عقد رو بخونم عروسی به هم بخوره، بعد دوباره همه چی رو آروم بکنیم مرتب بکنیم و طول میکشه دیگه، بسید مثلا سیستم رو برپا کنیم و جمعیت ساکت بکنیم، باز دوباره تا میان خطبه عقد رو بخونن دوباره زلزله بیاد. این خیلی جالب هستش که ما همچین گزارشی رو داریم. یه گزارش خیلی جالب هستش در کتاب سودو سایمون که از تواریخ خیلی قدیمی بیزانس هست. تو این گزارش عبارت سودو سایمون اینه، خوب دقت بکنید، میگه اون شب زلزله های مهیبی آمد، زلزله ها، و فوتیوس که بلند پایه ترین شخصیت مذهبی روم هستش، پاتریارک اعظمه یا همون بطریق اعظم میشه، این پاتریارک فوتیوس شخصا برای جلب توجه مردم به منبر رفت. یعنی فردا شب که شب که میذره یا حالا همون شب بوده یا فرداش بوده، به هر صورت شخصا آقای فوتیوس میاد بالای منبر و این جمله رو میگه، میگه مردم این زلزله نباید به گناهان و غضب الهی ربط داده شود، برداشت مذهبی از این زلزله نکنید، برداشت
اینکه بگید که این مثلا یک کسی اینجا یک کار بدی کرده که خداوند میخواهد انتقام بگیرد، این برداشت مذهبی رو نکنید. معلوم میشه که برداشت مذهبی میشده از این زلزله، بلکه علتش صرفا مربوط به انباشت و جابجایی آبها بوده، حالا آبهای زیرزمینی هستش یا هرچی، یا گفته این جهت فیزیکی داره و خواسته جلوی شایعات رو بگیره. دقیقا میخوره به ماجرا، یعنی زلزله میاد تو شب، میاد بیش از یک بار، میاد قصر گره پلیس رو تحت تأثیر قرار میده، مردم برداشت مذهبی میکنن ازش، یعنی برداشت اینی که خدا خواسته این زلزله بیاد، و بعد فوتیوس پاتریارک اعظم وارد صحنه میشه. اینو تاریخ مسیحی نوشته، تاریخ رومی نوشته، اینا تو تواریخ ما نیستش این حرفا. حالا یه گزارشی هست تو داستان، حضرت نجس خاتون میگه که من وقتی که اون رؤیاها رو می دیدم و حالا بعد از مدتی این رؤیاها قطع شد و من امام عسکری رو دیده بودم، فرزند امام هادی رو دیده بودم و گفته بودن داماد ایشون و اینها، و بعد دریغ شد دیدار، و که بعدها بعد از مدتها میگه که خلاصه حضرت فاطمه زهرا رو به خواب دیدم و دختر پیغمبر رو، و به من گفتن که میدونی چرا این دیدار تازه نمیشه؟ چون تو باید مسلمان بشی و باید به یگانگی خداوند شهادت بدی و اون میتونه فتح بابی برات بکنه. میگه تو این فاصله من خیلی رنجور شده بودم، نمیتونستم ماجرا رو به پدر بزرگم بدم، بگم به پدرم بگم. خب خلاصه اونها فرمانده جامعه مسیحی بودن و اینا در جنگ با مسلمان ها بودن، میترسیدم اگر بگم این چیزها رو با توجه به اون سوابق خطری برام ایجاد بشه. من در خودم میریختم و رنجور شده بودم، مریض شده بودم، غذا نمیتونم بخورم. پدر بزرگم پزشکان رو از سراسر روم مرتب فرا میخوند، به بالین من میامدن و اونا نمیدونستن که درد من چیه و منم نمیتونستم بگم و درمانهای اونها بیفایده بود. بعد میگوید که من یه روزی پدر بزرگم اومد گفت من چی میخوای؟ من دوست دارم برات یه کاری بکنم. و قصه میخورد پدر بزرگم از اینکه میدید من به این حال افتادم. من گفتم که شما، من یه پیشنهادی میکنم، شما الان یه سری اسیران مسلمان که دارید و اینها، بیایید اینا رو آزاد بکنید، یه چند تایی رو آزاد بکنید، شاید به عنوان یک کار به قول معروف خیر، انسان دوستانه، الهی، شاید حضرت مریم به برکت این کار شما کمک بکنه و من شفا پیدا بکنم. بعد پدر بزرگم یه تعدادی از مسلمان ها رو آزاد کرد، من هم برای یه مدتی خودم رو مثلا اینطوری نشون دادم که حالا بهتر شده و اینها. ببین لازم نبود این داستان، این تیکه تو داستان بیاد. ببینید میخوام بگم که خیلی چیزای جالبیه، جز این ماجرا رو واقعا ما میریم مراجعه میکنیم، خیلی جالب هستش. ما توی تاریخ مثلا طبری که مراجعه میکنیم میبینیم تو چند دوره بین مسلمان ها و رومی ها تبادل اسرا شده، یعنی اینا اومدن توافق کردن با هم دیگه تو سالهای مختلف که مثلا بیان پایا پای یه سری اسیر اینا آزاد کنن، مثل همین کارهایی که الان میشه، یه سری زندانی هم اونا آزاد بکنن، اینا رو تبادل میکردن. داریم، ولی این حالت معمولا پایا پایی، یعنی اونا یه سری اسیر میدن، یه سری اسیر هم اینا میدن. یک تاریخی هست تو همین اوان، تو تاریخ تبرین البته اومده، میگه که در همون سالها ذکر میکنه که در کنار نهر لامس که منطقه هستش، ما رفتیم اونجا حضوری هم اون نهر و منطقه رو دیدیم،
در کنار نهر لامس در این منطقه رومیا در ازای هیچ 80 تا از مسلمان ها رو اومدن آزاد کردن و به مسلمان ها برگردوندن، هیچ به ازاش چیزی نگرفتن. این خیلی جالبه، یعنی میگم ما اومدیم نگاه کردیم گفتیم اینجا گفته شده که پدر بزرگم اومد چند نفر رو آزاد کرد، به ازای چی؟ به ازای هیچی باید باشه. آیا همچین چیزی تو تاریخ مسلم تو تاریخ ذکر شده؟ ما اومدیم میبینیم آره یک چیزی اینجوری ذکر شده و این جالب هستش. میگم این قرینه ها خیلی کمک میکرد برای اینکه ما ببینیم آیا این داستان هست. و من در نهایت حالا یه نکته دیگه هم بگم چون وقتمون گذشت و جمع‌بندی بکنم. یک چیز دیگه که هست اینه که خود جنگه، که آیا جنگ اتفاق افتاده. ما 3 تا جنگ اونجا داریم که اتفاق افتاده و هر کدوم جهاتی به این ماجرا میتونه مربوط باشه که تحت عنوان جنگ های ساموسات، جنگ پوسون و جنگ دازیمون که اینا نبردهایی بوده تو این مناطق اتفاق افتاده و مشخصاتش هر کدوم از جهاتی با داستان ما میخوره و احتمالاً در یکی از همین جنگ ها اون بانو دستگیر شده و به اسارت در اومده و منتقل شده به بغداد و حضرت هادی هم نجاتش داده دست اون افراد و آمده به خانه امام حسن عسکری و بقیه ماجرای زیبا. اینها تماما من عرض کردم که ما 16 تا مقاله، شاید نگفتم 16 تا مقاله برنامه مؤسسه ما هستش که مقاله انگلیسی چاپ بشه و منتشر بشه که هر کدوم به ابعادی میپردازه از این داستان. اون مقاله محوریش که حالا من خواهش میکنم از جناب آقای داودی که در اختیار دوستان هم بگذارن، اونه که دوست دارن مطالعه بکنن، که نه همون عنوانش هست An Ignored Arabic Account of a Byzantine Royal Woman. اگر دوستان خواستن مقالات دیگه ای هم که داره چاپ میشه جستجو بکنن، به صفحه آکادمی های دوست عزیزم آقای هادی تقوی مراجعه بکنند، میتونند پیدا بکنن مقاله ها رو. تا حالا 3 تا از مقاله ها چاپ شده، یکی دیگرش احتمالاً مثلا توی 1 ماه 2 ماه آینده چاپ میشه تو نوبت در حقیقت، یعنی 3 تا تایید شده، یکی دیگه هم انشاءالله به زودی تایید خواهد شد، باز یکی دیگه هم در مرحله داوری هستش. 5 تا مقاله مجموعا تا الان از اون برنامه 16 مقاله ما به ثمر نشسته و مثلا یکی از مقاله ها درباره زلزله است، تاریخ گذاری زلزله است، یکیش در مورد آداب و رسوم ازدواج هستش، یکیش در مورد اون تخته هستش و بحث دیگه که انشالله در اختیار محققین محترم دانشمندان عزیز قرار خواهد گرفت. به امید خدا خوشبخت خواهیم بود که از نظرات شما هم بهره‌مند بشیم. ما همین مقاله مورد نظری که گفتم چاپ شد، برای حدود 40 نفر از بیزانس‌شناسان دنیا ارسال کردیم و خیلی فیدبک ها برامون فوق‌العاده بود، تقریبا قریب به اتفاق این افراد غیر از یک مورد مقاله رو جذاب و قانع کننده با
من صدای استاد رو ندارم. یه مقدار صبور باشم، میخوام دوباره هست بشن. آقای دکتر قندی صدای بنده رو دارین؟ چون تصویر صداتون رفته. میتونید قطع بکنید اگه صدا رو میشنوید؟ دوباره وصل بشه. خب دوستان من جلسه در واتساپ بهشون پیغام میدم. شما سوالاتون رو دوستان در این میان لطفا بپرسید. دوستان که علاقه مندن سوالشون هم به صورت شفاهی بپرسن لطفا میتونن اونجا دست بلند کنن تو بخش پارتیسیپنس یا به من پیغام بدن یا تو منوبت سوال بشه. خب یک سوال تا این لحظه داریم شفاهی، بقیه دوستان لطفا دست بلند کنن یا پیغام بدن تا بعدن دوباره بس میشنشون. حالا من بنده هم تایشون بس بشم میگم پی دی اف این مقاله رو من در کانال اسمه میگذارم که کانالم در تلگرام هست و نورس وسترن اسمه که الان توی چت میفرستم، اگه اینو سرچ بکنیم پیدا میکنی دوستانی که نیستن در دو تا سوال شفاهی داریم که این لحظه بقیه دوستان هم من الان آمادگی بکنم. دو تا سوال هم که کتبی داریم. خب دوستان وز شدنشون الان خدمتش رو دوباره خواهیم کرد. خب آقای دکتر قندی لطفا خودتون رو میوت بفرمایید و ویدیو هم اگه بدید من میشه ویدیوتون هم اگه روشن بفرمایید. بله ببخشید من اینترنتم قطع شد، شرمنده. بر تقدیر من آخر عرضم بود که اصلاحی میکنم. الان صدای بنده رو دارید دیگه؟ بله بله بفرمایید. بله نهایتا برای این دانشمندان محترم کاملا شواهد قانع کننده بود که ما به قول معروف در این داستان a kernel of truth یعنی یک هسته حقیقت داریم و میتونیم به این داستان کاملا از این حیث اعتماد بکنیم، حتی جزئیاتش بعضن قابل توجه هستش. یکی از چیزایی که من دوست داشتم بگم حالا خدمتون جالب هست، چون ایشون تو اون داستان میگه من از مادرم نه پدرم و قیصر، بلکه حضرت نرجس اونجا اعلام میکنن که من مادرم از نسل شمعون جانش وسیع و حواری حضرت عیسی و جانشین ایشون هستش، که خب اینم باعث مثلا حمله یه عده شده که اصلا حواریون عیسی که ازدواج نمی کردن که حالا بخوان بچه داشته باشن و اینها، در حالی که اینطوری نیستش. اولا شما بدونید که شمعون یا
همون کسی که بهش پیترز میگن، پتروس یا پیتر یا پیترز، سن پیتر، که مهمترین شخصیت از حواریون حضرت عیسی هستش و از دید ما مسلمان ها شمعون و صفا بهش میگیم و ایشون جانشین بر حق حضرت عیسی هستش که توسط دیگران کنار گذاشته شد و پولس اومد اون در حقیقت میدان رو به دست گرفت و در روایات اسلامی هست الان علاز مسیحیت پولس خیلی شخصیت مهمیه، بسیار از تعالیم مسیحیت امروز دستاوردهای پولس هستش و این رو اقرار دارن بهش که همون سن پاولو یا سن پول هست. پولس در روایات ما هستش که پولس جزء اون هسته های مرکزی آتش جهنم هست که در قعر جهنم جایی داره، از جهت این که شمعون رو یا پتروس رو کنار گذاشت، کنار زد و او رو خانه نشین کرد تو این حوزه، یعنی در واقع محجور کردش، خانه نشین منظور اینه که محجور کرد. در انجیل هستش که حضرت مسیح به پتروس گفتن که من کلیدهای ملکوت رو به دست تو میدم و کلیسای خودم را بر تو صخره ای و من کلیسای خودم را بر دوش تو بنا می نهم. صخره در زبان یونانی کیفاس میشه که بعد به پتروس هم منتقل میشه، پتروس یعنی همون صخره، به این لحظه این جد بهشون میگن شمعون صخره، چون حضرت مسیح گفتن من کلیسای خودم رو بر دوش تو بنا می نهم. صفا هم که کوه صفا میگیم در زبان عربی، صفا هم به معنی صخره هست، شمعون و صفا که میگن یعنی شمعون همون پتروس. این جناب شمعون تو انجیل وقتی شما مراجعه کنید میبینید که چون این حواریون زندگی داشتن برای خودشون، اینطوری نبوده که اینها زندگی نداشته باشن، ازدواج نکرده باشن، حالا تو دوره های بعدی خلاصه ازدواج نکردن در میان راهبان و اینها متداول شده، ولی اینها زندگی داشتن، ولی حضرت عیسی میاد و اینها رو جمع میکنه دور و بر خودش و ماجراها شکل میگیره. تو انجیل وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که یه داستانی هست که حضرت عیسی علیه السلام رفتن به خانه شمعون و مادر زن شمعون مریض شده بود و خیلی وضع حالش بد بود و حضرت عیسی میروند اون مادر زن رو، مادر خانوم شمعون رو شفا میدن. پس پتروس زندگی داشته، همسر داشته و ما نمیتونیم رد بکنیم این قضیه رو که چون این خانوم گفته من از نسل شمعون هستم. و توی گزارش های اسلامی هم ما داریم که مثلا فرض کنید حضرت عیسی علیه السلام توی اون سفر که تو جنگ صفین داشتن به یه دیر از کنار دیر رد میشن تو اون منطقه و یک در حقیقت شخصیت اونجا از مسیحیان بوده و او اونجا میگه که خلاصه با حضرت امیر ملاقات میکنه و میگه که من اینجا ساکن بودم سالها، چون تو گزارش ها ما نوشته شده بود که وسیع پیامبر آخر زمان یه روزی از اینجا رد میشه و ما به قول معروف نسل در نسل اینجا هستیم و بودیم تا اون بشارت رو دریابیم. و او اونجا مثلا میگه که ما نسبمون به شمعون میرسه. پس اینجوری نیستش که میخوام بگم خیلی ساده ممکنه یک داستانی رو ما حکم کنیم، بگیم جنگی نبوده، دختر عرب که نبودن 13 سالگی مثلا ازدواج کنن، یا مثلا بگیم که قیصر پادشاه که سنی نداشته، یا بگیم که مثلا این حواریون که اصلا ازدواج نمیکردن. خیلی از لحاظ پروپاگاندا خیلی بد و امر همه اینا علیه یه داستان میتونه شکل بگیره، ولی وقتی به ماجرا نزدیک میشیم و دانشمون رو میبریم بالا میبینیم نه، این خبرها نیستش و
کلی حرف وجود داره. یه جمله هست مربوط نمیشه دقیقا به این موضوع، ولی من فقط از جهت تمثیل توی جهتی نقلش میکنم. یه کتابی هستش عرض کنم خدمتون که حالا من اسمش رو خاطرم رفتش، فکر کنم اتیل شیلسون نوشته بود اون کتاب رو. تو اولش یه جمله از پاستور لوی پاستور نقل کرده بود با این عنوان که دانش اندک تو رو از خدا دور میکند، انسان رو از خدا دور میکنه. میگه نه بابا خدایی نیستش، همه چی نظام خودش رو داره. بعد میگه اما دانش بسیار باز انسان رو به خدا برمیگردونه. ممکنه که یک سری مثلا فرض کنیم اطلاعات اولیه ما رو نسبت به این داستان مایوس بکنه و درستیش، اما اطلاعات بیشتر تو تمام ابعادی که عرض کردم ما رو به حقیقت نزدیک میکنه. من پایان بخش سخنم رو ضمن تشکر از صبوری شما بزرگواران یک بخش از مکاشفات یوحنای قدیس در عهد جدید که بعد از انجیل اینجا چاپ شده و جزو کتاب‌های مقدس مسیحی هستش قرار میدم. در فصل 12 از مکاشفات یوحنای قدیس یوحنا میگوید که من اینجوری دیدم: پس از آن منظره عجیبی در آسمان نمایان شد که از رویداد مهمی خبر می داد. زنی را دیدم که آفتاب را مانند لباس به تن کرده بود و در زیر پاهایش ماه قرار داشت و بر سرش تاجی با 12 ستاره بود. زن آبستن بود و از درد زایمان می نالید و برای زاییدن دقیق شماری می کرد. ناگهان اژدهای سرخی ظاهر شد که 7 سر، 7 تاج و 10 شاخ داشت. او با دمش 1/3 ستارگان را به دنبال خود کشید و بر زمین ریخت. اژدها در مقابل زن که در حال زاییدن بود ایستاد تا نوزاد او را ببلعد. زن پسری زایید، پسری که با قدرتی عظیم بر تمام امتها حکومت خواهد کرد. سپاسگزارم از شما و دعاگوی شما. آرزومند این که این مجلس ما مورد نظر حضرت بقیت الله قرار گرفته باشه و توجهات ایشون شامل حال ما بشه و خداوند هم چشمان ما را به دیدار اون حضرت با ظهور شکوهمندشون روشن بگرداند. الهی آمین. دوستان برای سلامتی های دکتر قنداری و همه همکارانشان لطفاً صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فکر کنم فامیلی استاد داشته و گفتن دکتر قندی. بله قندی هستم. چی گفتم؟ قندهاری فرمودید. دوست ایشون اینا. آره تا از آقای قندهاری هم تشکر میکنم که واسطه خیر شدن، بانی خیر شدن برای آشنایی ما. خب برده چند تا سوال داریم هم مکتوب، ولی برای اینکه اول بیانی با شفایی ها شروع میکنیم. خانوم زینب دست بلند کرده بودن، اگه هنوز مقدور براشون لطفا من براشون تا زمان میوت رو میفرستم. خودتون آمیوت بفرمایید. سلام علیکم، خیلی ممنون از پرزنتیشن آی دکتر. من نمیدونم، شاید چون منم بیزی هستم واسه این کار نیمه شبان دقت نکردم، ولی برام روشن نشد پیوند نرگس خاتون و شمعون و صفا. این برام روشن نشد، یعنی گم شد توی بحث کلیپ کنم یه خورده ای، یا شاید توی اون قطع وصلی صدا بود. اگه اینو یه بار دیگه برام کلاریفای کنید که از طرف مادری بودن یا از طرف پدری، و بعد این وسط یهویی قیصر در حقیقت چی میشه؟ اینو این برای من کمی کانفیوزینگ شد. ببینید حضرت نرگس خاتون رو در نظر بگیرید، به این حضرت این خانم که اسمشون نرگس هستش، عرض کنم خدمتتون از پدرشون در حقیقت
پدر بزرگ، یعنی پدر و پدر بزرگ در نظر بگی، پدر بزرگشون از لحاظ پدری میشه چی؟ قیصر روم. خب بعد حالا مادرشون در نظر بگی، مادر حضرت نرگس یا ملکه، ایشون رو در نظر بگیرید، مادرشون نسبش به شمعون میرسه. الان روشن هستش؟ چیزی داشتیم درباره این که یعنی تأکیدی بود باشه که پدرشون قیصر پدر پدرشون باشن نه پدر مادرشون. بله بله، هم تو روایت محمد ابن عبدالجبار هستش که من ابنت ابن قیصر ملک روم، هم عرض کنم خدمت تو داستان بشر ابن سلیمان اونجا ایشون میگه که پدرم فرزند قیصر روم و مادرم از تبار حواری حضرت عیسی شمعون. بسیار عالی. خب آقای قدوسی لطفا امید خودتون بفرمایید، شما سوالتون بپرسید. سلام علیکم آقای قندی، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از صحبتتون. من والا در واقع سوال فرض کنم، سوالو قبل از اینکه شما توضیح راجع به پتروس بدید در مورد اون بود. البته من یه بار تقریبا سوال از آقای تقوی یا به واسطه آقای قندهاری پرسیدم، حالا از شما میپرسم، شما یه توضیح دادید، حالا چون دو مرتبه این سوال قبلی هم راجع به پتروس بود، اینکه اساساً سوال من بود که آیا اساساً ما شاهدی داریم که اون دوره این از حواریون نسب ببرن؟ یعنی مثلا سید بودن تو فرهنگ شیعی هست، توی یهودی هم کوهن بودن هستش، یعنی به طور تاخیر کوهن ها از هارون نسب میبرن. وقت مثلا ممکنه که هم به دروغ یا به راست ادعا کنه، مثلا صفوی ادعا میکردن سید هستن از طریق مقدس اردبیلی. من میخواستم این سوال برام، چون البته توی مدت تحقیقاتون جلو رفته شما به این نکته اشاره کردین، آیا این اصلا این مفهوم نسب بردن از این حواریون رایج بوده یا نه؟ یه نکته دیگه هم میخوام بگم که حالا شما اینو توضیح دادید، اگر بعد من یا عرض کنم خدمتتون که نه، مفهوم نسب بردن از حواریون رایج به صورت رسمی ما ندیدیم چیزی بوده باشه. خب نکته ای که هست اینه که من خودم یک حدسی میزنم، ولی ما هنوز روی این قضیه کار نکردیم، شاید دوستان اینجا بعضیا بتونن حتی بعدن کمک هم بکنن به ما، ولی ما انشالله کار خواهیم کرد، برنامه‌مون هستش. شما میدونید که بعضی چیزا هست توی تاریخ، بعضی وقتا جنبه‌های سیاسی که پیدا میکنه پوشیده میشه، یعنی تحت فشار قرار میگیره حقایق. مثلا وقتی بنی عباس اومدن سر کار، اونا اومدن گفتن ما اهل بیت پیغمبریم، و اونچه که پیغمبر راجع به اهل بیت من گفته و اینها، منظورش عموزاده هاش بوده، یعنی مثلا فرزندان عباس که ما هستیم، ما خانواده پیغمبریم و بنی امیه نه برن کنار و حرف. بعد میدیدن که مردم به مثلا امام صادق میگن یبن رسول الله، پسر رسول خدا. خب اگه اهل بیت باشه، پسر رسول خدا مهمتر از مثلا پسر عموی پدر مثلا اینجوری هست، یعنی. و تو این قضیه اینو یک خارچشمی میدیدن برای خودشون و حساسیت نشون میدادن. ما مثلا مواردی رو مشابهیم که خلیفه امام رو احضار کرده و مؤاخذه میکنه که شما چرا اجازه میدید مردم به شما بگن پسر رسول خدا؟ شما پسران علی ابن ابی طالبی، شما از فرزندان ابو طالبی. در این کتابی که من اشاره کردم، مقاتل و طالبیین، یعنی جنگ های فرزندان ابو طالب، مثلا نسل نوادگان ابو طالب اسم گذاری میکنه. زید، ببخشید، اون دانشمند زیدی ابوالفرج اصفهانی کتابشو، یعنی اینا میگفتن شما بگید ما فرزندان ابو طالبی، نسل علی ابن ابو طالب و ابو طالبی، نگید ما فرزندان پیغمبریم. فشار میبردن که این نسل رو مخدوش بکنن. تو یک گزارشی هستش که هارون وقتی اعتراض میکنه به امام کاظم که شما چرا این کار رو میکنید، حضرت میگن که جناب خلیفه، شما اگر پیغمبر الان زنده بشه و از دخترت خواستگاری کنه،
و بگه که دخترتون رو به عقد من در بیارید، آیا این کار رو میکنید یا نه ابا میکنید در مقابل پیغمبر؟ خب هارون چی بگه؟ بگه نه من ابا میکنم، نمیتونم بگه. میگه گفتش که من با کمال افتخار مثلا دخترم رو به ایشون میدم، چه چیزی داره؟ بعد حضرت فرمودن ولی من این کار رو نمیکنم، چون دختر من دختر پیغمبره، من نمیتونم دخترم رو به عقد او در بیارم، پس ما پسر پیغمبری. یا مثلا اشاره میکنن توی ماجرای دیگه به یک آیهی، حضرت میفرماین که نگاه کن اینجا تو این آیه خداوند میگه عیسی، حضرت عیسی از نسل ارسکاب خدمتون اسحاق هستش، در حالی که عیسی پدری نداشت، عیسی از مادر فرزند ابراهیم میشه. پس نگید که چون ما مادرمون از مادرمون به پیغمبر میرسیم پس ما بچه پیغمبر نیستیم. من حالا به این قسمتش کاری ندارم، به اون قسمتی که چرا اونا حساس بودن، گفتن شما بگید ما پسر پیغمبر نیستیم، شما حق ندارید بگید ما پسر پیغمبریم. ما اینی که من میگم حدس میزنم اینه که ما شبیه همین ماجرا رو در تاریخ مسیح احتمالاً داریم، یعنی فرزند پتروس بودن، فرزند شمعون. ببینیم ما، من عرض کردم ما تو تاریخ مسیحی یک شمعون داریم، یه پتروس داریم، شمعون پتروس و یه پولس. پولس اومده، جریان پولس اومده شمعون رو زده کنار، خب، و شمعون به حاشیه ره. ما یه جریانی داریم اونجا، یک ماجرایی داریم. ضمن این که مثلا شما نگاه کنید در فضای اهل سنت امروز میگن علی ابن ابی طالب بزرگ ماست، ما سرور ماست، ما احترام داریم بهش، ولی در این حال اونایی که علی ابن ابی طالب رو کنار زدن هم محترمن، شاید محترمترم باشن. ما شبیه این ماجرا رو در فضای مسیحی داریم. حالا شما نگاه کنید، دقت بکنید، پاپ در فضای مسیحی میگه من فرزند پتروسم. برید مطالعه بکنید، میگن ما فرزند پتروس هستیم، پسر پتروسیم. بعد میگیم پتروس مگه نسل و نسب داره؟ میگه نه، پتروس باید ریاست مسیحیت به فرزندان پتروس برسه، این یه اصله، ولی این فرزندی یک فرزندی روحانی است. ما از حالت از بابت روحانی روحمون فرزند روح پتروسه، نه جسممون فرزند جسم پتروسه. یعنی انگار که در حقیقت یک گروهی هستن میخوان بگن که ما جانشین مسیحیم، اونم از طریق پتروس و از طریق فرزندی پتروس، و فرزند پتروس هم نیستن. خب طبیعتا این گروه میتونه تو تاریخ، اگه ما به مراجعه کنیم، من هنوز این کار رو نکردم ولی من سرنخ رو دارم میگم که این سرنخ تحقیق همینجاست، گویی که یه جایی تاریخ فشار رو بردن اونایی که فرزند پتروس باشن شما ساکت باشید، یعنی شما نباید اعلام کنید، همونطوری که مثلا به امام کاظم، به امام صادق میگن شما نباید بگید ما پسر پیغمبریم، شما سکوت کنید تو این زمینه. یعنی یک سانسور خبری اینجا اتفاق میخواد بیفته. شما نگاه کنید در مولوی در مثنوی میگه که عرض کنم خدمتتون، بله پیغمبر گفته که فرزندان من جانشینان منند، خلیفه من هستند، ما اینو قبول داریم، از نسل منند خلیفه های من. خب منتها خب نمیخواد بپذیره نگاه شیعی رو. ببینید چی کار میکنه، ایشون میگه که عبارات پیغمبر رو باید تعویل کرد. عبارات پیغمبر درسته، ما این نسل رو داریم که جانشینی من در نسل مثلا علی ابن ابی طالب یا در نسل پیغمبره، ولی این فرزندی یک فرزندی روحانیه. جانشین پیغمبر پیر هراته، جانشین پیغمبر عرضم خدمتون جنید بغدادیه، این اقطاب صوفیان، نه اون عرضم خدمتون مثلا چیزی که شیعیان میگن. یعنی نص صریح پیغمبر که این جانشینی در این فرزندان هست رو تعویل میکنه، میگه که هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. خب پیغمبر میگه حرف زده ولی حرفاش یه حالت گشادی داره، یعنی میتونی ببریش خیلی جاها. چرا میخواد این نسل رو تغییر بده؟ هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد،
صد هزاران آفرین بر جان او، بر روان پاک فرزندان او، آن خلیفه زادگان مقبلش، اون خلیفه زاده هایی که فرزند او هست، درود بر اونها، بر آل او درود، زاده اند از عنصر جان و دلش، اونایی که فرزند جان پیغمبرن نه فرزند جسم پیغمبر، زاده اند از عنصر جان و دلش، گرز بغداد و حری یا از ریند، بی مزاج آب و گل نسل ویند. گرچه از پراتند، از بغدادند، از ری هستند، اینها فرزند او هستند، اصلا مال جای دیگه هستند، ولی مزاج آب و گل از خلاصه نسب صلبی نمیبرند به او، ولی فرزند او هستند و خلیفه های او هستند و پیغمبر که گفته به فرزندان من مراجعه کنید، یعنی به اینا مراجعه کنید. ارتباط خدمه تا قیامت آزمایش دائم است. اون شعری که میگه من اشتباه نخونم، عرض کنم خدمتتون، پس به هر دوری ولی قائم است. بله، زمین از حجت خدا خالی نمیشه، ما اینا رو میدونیم، پیغمبر گفته ولی هستش که تا قیامت آزمایش دائم است. عرض کنم خدمتتون، مهدی قائم که بر عالم ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. می‌بینید این دقیقاً داره میخواد مسیر عبارت حضرت رسول را تغییر بده، دقیقاً داره نسبت به شیعه میگه، میگه این که میگه خواه از نسل علی، خواه از نسل عمر، داره کجا رو میگه؟ میگه میتونه اونجوری باشه، میتونه اینجوری باشه، شما اصرار نکنی. این یک فضای معنوی اشارات محمد، گشادن در گشادن در گشاد هست، شما نباید خیلی مرتب خشخاش بگذارید. همین ماجرا من کاملا حس میکنم، استشمام میکنم، همین اطلاعات اولیه که در فضای مسیحی هم اتفاق افتاده باشه و اونجا هم هستش. یک عبارتی هست توی اون داستان نرجس خاتون که تعریف میکنه، میگه که خلاصه مهمانهای زیادی بودند و از عمرا و چه و چه و از نسل حواریون و فلان اینا. من حدسم این هستش که این مال ذهن بشر ابن سلیمان یا عرض کنم خدمتتون محمد ابن بحر شیبانی بوده که مثلا فضا اون داشته، مثلا به تریخان بودند و نمیم کشی قسیسین بودند و رهبان بودند و فلان. او تو فضای همین ذهن اسلامی خودش که نمیدونسته تو این فضاها، این عرض کنم خدمتتون برداشت رو کرده، مثلا تو نقل که بالاخره ده مثلا 50-60 سال گذشته داره این مطلب رو نقل میکنه و مینویسه با اینها و طبیعه تو فضای اسلامی خودش باشه و اینطوریه. اما ما تنها چیزی که الان برامون مهم بود این بود که اینی که انکار میکنند این داستان رو بر اساس اینی که نه حواریون که ازدواج نمیکردن که بچه داشته باشن، نه اینجوری نیست. یک چیزای غیر علمی من دیدم تو اینترنت که مثلا افرادی هستن که مثلا گفتن که آره ما یه نسبنامه‌ای داریم به شمعون، مثلا بعضی گفتن این سمعانی ها مثلا که تو لبنان و سوریه اونجا سمعانی هستن، نسبشون به شمعون میرسه، مثلا یه همچین چیزایی هستش. منتها هنوز این قسمت رو ما کار نکردیم، پرونده تحقیق باز هستش. من خیلی ممنون. من فقط یه نکته بگم، تو این فرصت که شما داشتین میگفتی من چک کردم اینترنتم، بله همون هم، یعنی در مورد پیتر که ازدواج کرده خود اونام، یعنی نچگیری شما نیست، یعنی نچگیری خود، نه این صریحه مسیح... کتاب مقدسه. بله بله، بعد حتی یه آیه دیگه هم، بله بله، یه آیه دیگه هم حتی اشاره کرده بود غیر از اون دو جا، یکم تو حتی یکم نامه ها که این ازدواج کرده و فرزند داشته. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، واقعا خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم تا فراد عزیز. یک سوالی هست که آیا این نام پدر بانو نرگس اومده، اسم پسران بارداس اومده، اسمشون چی بوده دختران و پسرانش؟ عرض کنم خدمتتون که ما اطلاعات زیادی واقعا نداریم، خیلی اطلاعاتمون راجع به این فرزندان محدوده، جای پسر اول اسمش نیستش. خب بعد اینها یه نکته رو به شما بگم که مثلا فرض کنید خیلیشون یک اسمی نیستن، یعنی یه اسم، الان مثلا شما پاپ، این پاپ مثلا ژان پل اول، این ژان پل اسم اصلیش نیستش، یعنی یه اسم مثلا اصلی داره، یه اسم مذهبی داره،
یه حالت اینجوریه. یا مثلا پادشاه‌های انگلیس رو که نگاه بکنی، مثلا ادوارد چندمی، ادوارد یه اسم حالت مثلا خاص سلطنتیه، ولی مثلا اسم خودش ادوارد نیستش. یعنی ما در حقیقت میتونیم اینجا بیش از یک اسم داشته باشیم. مثلا شما ادبیات حتی مثلا مذهبی خودمون، ما حضرت مهدی علیه السلام، ما به عنوان مهدی میشناسیم ایشون چون مشهورترین لقبشونه. پیغمبر گفته ابشرکم بالمهدی مثلا تعبیره، منتها در این حال اسم ایشون مهدی نیست، به یه معنی اسمشون اسم پیغمبر هستش. در این حال بهشون میگیم بقیت الله، در نگار بهشون میگیم مثلا فرض کنید که ولی العصر و القاب دیگه. حضرت زهرا هم زهرا هست، هم فاطمه هست، هم چه هست. این اسامی متعدد میتونه داشته باشه. یکی از خانوما سوال کردن که آیا در منابع بیزانسی اسم ایشون نرگسه، تو اون داستان ایشون میگه من ملیکه فرزنده، یعنی همین اسم ملیکا که میگذارن به این چیز هستش که اونجا تو اون فضا بهش میگن ملیسا، یعنی همون از همین ملکه و اینا میاد، به همین معنا هستش، ملکه زنبور عسل مثلا یه همچین چیزی هستش. و خود ایشون میگه که من وقتی که به عنوان اسیر آورده بودم من نگفتم من ملکه هستم. حالا ما اینجا یه بحثی داشتیم که اینجا آیا اسمشون ملکه بوده یا مثلا فرض کنید همون عنوان چیزیشون مثلا یه حالت چیزی تبار سلطنتیشونه در حقیقت. بعد اونجا میگه که وقتی منو به عنوان اسیر گرفته بودن اون برد فروشه و اینها به من گفتش اسمت چیه، و من برای اینکه بپوشونم اسمم رو گفتم من نرگس هستم. گواهان اسم الجواری، یعنی اسمیه که رایجه بین این مثلا فرض کنید که افراد که خدمت میکنن. علتش هم این بوده که خیلی وقتا اسمای خوششگون میگذاشتن، یعنی از یک منطقه که مثلا یک کسی یه خانومی میومده یه جایی، قبلا توی ایران و جاهای دیگه هم رسم بوده که مثلا خانومه اسمش رو عوض میکرده، مثلا اسم گلی گذاشتن، چون همین مادر عزت به نام سوسن، به نام نامهای سقیل، سقیل به اسپاستاد به معنی رخشنده، یا نامهای دیگه هم براشون ذکر شده، هر کدومش یه جنبه ای داره، یک اسم نیستش. تو اون فضا هم یک اسم میتونه نباشه، ولی در واقع ما اسم ایشون رو نداریم حقیقتش. من عرض میکنم که چون چیز هستش، ولی در مورد ما همسر عروس بارداس به نام یودوکیا اسم او اومده و اونجا مفصل ما تحقیقاتی کردیم، حالا یک نتایجی اجمالا رسیدیم که دیگه مختص در این مختصر نمی کنجه من بگم. بله، یعنی عروس، یعنی احتمالش هست که مادر ایشون یودوکیا باشه و اسم دخترش هم ملیسا یا همون ملیکا باشه. میگم یودوکیا میتونه اسم یا مادرشون باشه یا اسم زنموشون دیگه. احتمالاً زنمو نیستش، چون اون یکی پسر بارداس کوچیک‌تر بوده سنش، به اون سن نمی‌خورد. حالا احتمال داره، من چیز ندارم. بله، ملیکا و ملیسا کار کردیم که تو اون زمان رایج بوده جزو اسمای. بله، رایجه. یعنی این یه عدد زمان بوده در دربار، اینا هم چه اسمایی بوده خانمای درباره. خیلی به من الان، حالا از آقای تقوی اینا بپرسیم شاید بهتر بدونن. تو اون زمان من خودم، حالا سوال دقیق داری میپرسی متوجهم، ولی من خودم یادمه که داشتیم میرفتیم دیدن این کلیسای فنر، که کلیسای کن مثلا خیلی کهن مرکزی این تیم فنرباخچه هستش، تیم فوتبالی از این مال همون منطقه است. هر شما خدمتون رفتیم اونجا، یه کلیسای خیلی قدیمیه مثلا چیزی که میان برای زیارتش، رفتیم اونجا که ما اونجا آشنا بشیم. اون تو استانبول یه خانم پیری اومده بود و برای زیارت اونجا، بعد همچنین ما داشتیم قدم میزدیم گفتیم شما اسم مثلا ملیکا ملیسا اینا دارین؟ گفت بله بله. شروع کرد به توضیح دادن و یه اسم متداولیه. جالبه، ما رفتیم حتی کلیسای همین ایا صوفیا رو یه بازدید داشته باشیم و اینا، یه خانومی اونجا چیز بود که مثلا
می اومد که توضیح میدادن تیم‌ها رو میچرخونن و اینا. بعد اسم خانومه شیعه هم نبود، سنی بود، ملیکه بود، یعنی ملیکا بود، یعنی چیزی. و خیلی بخوام میگم اون منطقه میسین که رایجه، یعنی برای من جالب بود که دو تا برخورد اینجوری داشتم و گفتیم ما اتفاقا گفتیم خانم ما دنبال یه خانومی به نام ملیکا داریم تحقیق میکنیم اینجا. و ولی حالا اینا بحث علمی نیستش، بحث علمی نیستش که ما تو اون دوره این رو باز شناسی بکنیم. من به شما بگم اون دوره بحث ملیکایت چرچ اصلا مطرحه، یعنی شما ملیکایت چرچ رو بزنید، ملیکایت چرچ مال از همون اوان شکل گرفته، کلمه ملیکا بخواد یعنی مثلا کلیسای ملکانی، مثلا یک تعبیر خاصیه که حالا من توضیح لازم نیست بدم اینجا. ولی این ادب کلمه ملیکا و ملیکایت چرچ رو حالا من به اسم نام اسم کاری ندارم، ولی این رو تو همون دوره میتونیم بشناسید. بعد خیلی جالبه، متشکر. خب بعضی از دوستان که تشکر فرستادن و یکی از دوستان فرمودن که خدا قوت به آقای دکتر قندی عزیز و همکاران محترمشان، چقدر کار عظیم و دقیق انجام دارید، این پژوهش تطبیقی چقدر خوب نشان میده که روایت ضعیف السند بالقوه میتونه چقدر دقیق باشه. حالا من چیز اضافه کنم ببینیم که ما دوره هم داریم با آقای دکتر حسن انصاری، ایشون بحث میکردن که علم تاریخ با علم حدیث متفاوته، ممکنه چیزی به طور سنتی از نظر حدیث شناسی یه جوری باشه بررسیش، ولی از نظر تاریخی میتونه بسیار غنی باشه یک متنی که واس مثلا یک مصداق خیلی خوبش برای همین میتونه ارائه شما باشه. بعد درباره یکی دیگه از دوستان پرسیدن که میزان آشنایی مورخین مسلمان از جزئیات کاخ قیصر در دوره بیزانس چقدر بوده است؟ آیا این اطلاعات بیان شده در گزارش تولد بانو نرگس از نظر جزئیات اطلاعات میتواند ناشی از اطلاعات مطرح در میان مسلمانان باشد، یا اینکه این جزئیات غیر طبیعی است و حکایت از یک اطلاع ماورایی داره؟ دقیقاً ما به عرض خدمتتون همین رو اتفاقا ما اومدیم تو مقاله ثابت کردیم، یعنی اینی که قانع کننده بوده برای داوران علمی نشریه این بوده که ما گفتیم نگاه کنید این گونه اطلاعات ارکاب خدمتون این نیستش که دانشمندان عرب مثلا داشته باشن، دانشمندان مسلمان داشته باشن، ولی نگفتیم که اون اطلاعات ماوراییه. ببینید ما گفتیم که این یه خانومیه اومده گفته من از دربار روم اومدم و این حرفا بود و این کارا بود و اینا، یعنی به معنی آدم معمولی داره میگه اطلاعاتی که من مشاهده کردم، ما تو این جریان بودیم اومدیم. بعد گفتیم که این آدم که این حرفا رو داره میزنه نمیتونه در حقیقت ساختگی باشه، نمیشه مثلا یک آدم توی فضای اسلامی بشینه و بیا بگه اینطوری شده و جنگ شده و نمیدونم زلزله شده و یه تخت اینجوری بوده و نمیدونم ما 13 سالمون بوده و بعد برادرزاده داشت و چی داشته اینا رو عرض کنم خدمتتون، نمیتونه یک ذهن عربی یه ذهن اسلامی ساخته باشه، باید یه کسی باشه که واقعا اونجا بوده باشه. پس این میتونه این دختر راست گفته باشه، یعنی این خانومی که اومده تو این ماجرا وجود داشته و این حرفی هم که زده درست بوده. چیزی که ما تونستیم در حقیقت ثابتش کنیم بر اساس همینه که این اطلاعات تو منابع اسلامی نیست اصلا به این دقیقه. خیلی متشکرم. که دوستان توی چت هم فرستادن که مطلبی درباره همین چیز ملکای فرستادن، گفتن که جالبه که ما در ایالت ایندیانا هم کلیسای ملیکا داریم. بله. بخشن توی ابریش هم ابری آسوریانه یکی بخشن شبیه به عربی نزده که هم بخش به معنی ملک، بله از همین بله هم معنی ملکه از همین ملک و پادشاهی و اینا میاد اسم، بله فرشته هم معنی میده، یعنی ملک و ملک که داریم ابری و آسوریانش همین ریشه هست، بخاطر اینکه ملک هم از همون روشه، درست میفرمایید، بخاطر اینکه ملائک هم به خاطر اون قدرت و سلطنتی که نسبت به عالم ما دارند ظاهرن ملک نامیده میشن. بله درسته. حالا یکی دوستان پرسن که معنی پرنسس بوده، یعنی تایتل عنوانشون بوده زبانه. خب همین این محل تأمل بوده برای ما که ایشون خواسته دقیقا اسم رو بگه یا وصف رو بگه، خب ولی هر کدومش که باشه میتونه درست باشه.
خیلی متشکرم. یکی از دیگه از عزیزان پرسیدن با سلام و تشکر از زحمات دکتر قندی، سوالی هست که به چه دلیل مشیت الهی بر این بوده که مادر امام زمان این چنین باشد؟ شاید دلیل خودشان پاسخ تلویحی گفتن، نظر شما بودن. شاید دلیل این است که حدیثی مشهور نقل میکند که انگام ظهور حضرت مسیح هم حضور خواهند داشت، بنابراین باید ربطی به مسیحیت ایجاد میشد. سوال اولشون، نظرتون شما رو میخوان. سوال بعدی هم گفتن که با ربط دادن این داستان ازدواج به تاریخ روم شرقی، ما باید آماده باشیم تا داستان رو با کشفهای بعدی در تاریخ روم شرقی تغییر دهیم. یعنی اتان بخش دوم سوالیه یا چیزه، حتی میتونه دقیق تر بشه دیگه، لزومن از پایه که اتان تغییر نکنه داستان و با شواهد بیشتر رو بله. یعنی در حقیقت ببینید، من یه نکته ای رو بگم خدمتون. ما اعتقادمون و اونی که اما خواسته پیغمبر در مورد مادران ائممون نیستش. اونی که از ما خواسته شده که ما اعتقاد داشته باشیم، ما باید امام زمان خودمون رو بشناسیم. ما امام رو باید بشناسیم، ما باید امیرالمومنین بشناسیم، امام هادی رو بشناسیم، امام باقر رو بشناسیم، ما باید امام زمان علیه السلام رو بشناسیم. و اطلاعات ما در مورد امام زمان علیه السلام خبر واحد نیست، مثل این داستان نیست. در مورد شخص امام زمان یه تعبیری داره آقای پروفسور مدرسی طباطبایی، صاحب همین کتاب مشهور مکتب در فرآیند تکامل. ایشون اون مطلب رو که نوشته بودن، آقای اکبر گنجی یک مطلبی در رد امام زمان علیه السلام نوشته بود و تو اونجا یک استنادی کرده بود به کتاب ایشون. آقای مدرسی طباطبایی یک نامه نوشتن، خیلی محترمانه در پاسخ به ایشون گفتن که من تعجب میکنم همچین برداشتی از حرفای من شده. من تو اون کتاب حرف یکی از دانشمندان ارجمند شیعه رو در قرن سوم به نام ابن قبی رازی تعقیب کردم که یک حرف حسابی توی علم تاریخ هستش. ایشون میگه که اسنادی که ما در مورد امام دوازدهم داریم، اطلاعاتی که در مورد حضرت مهدی داریم، در مورد ولادتشون، در مورد امامتشون، اونقدر جالب هست، اونقدر مثلا متنوع هست، از افراد مختلف، از گروه های مختلف، از گروه های مخالف شیعه و هستش، یه طوریه که اگر بخوایم اون رو انکار کنیم باید کلن بگیم توی چی تو تاریخ نمیشه ثابت بشه. پیغمبر هم دیگه نمیتونیم ثابت کنیم که وجود داشته اصلا. حضرت عیسی هم اصلا از بین میره، حضرت موسی هم زیر سوال میره. مسئله این نیستش که حتی کلیت، به قول معروف تعبیر ایشون میگه که این نمونه روشنی از حافظه جمعی بشری است، طوری که اگر کسی در وجود حضرت مهدی شک کنه باید در حقیقت کلیت تاریخ و اعتبار حافظه جمعی بشری رو داره زیر سوال میبره. انقدر ما اطلاعات داریم که دیگه نمیشه در حقیقت انکار کرد. اگه بخوایم انکار کنیم یعنی میگیم که هیچی تو تاریخ نمیتونه روشن بشه، ثابت بشه. خب در مورد خود شخص حضرت مهدی که ما موظفیم بشناسیمشون، اطلاعات ما اینجوریه. اما در مورد مادرشون نه ما وظیفه‌ای داریم اطلاعاتی داشته باشیم، نه عرض کنم خدمتتون این خبر واحدم در اون اعتبار هستش. ما اومدیم داریم بررسی میکنیم ببینیم که آیا باید اصلا این خبر رو بذاریم کنار یا نه میتونیم بهش احترام بذاریم، یعنی به عنوان یک اثر تاریخی، یک میراث تاریخی میتونیم بهش حفظش کنیم یا نه ما باید اینو کنار بذاریم. اومدیم گفتیم نه میتونیم. بعد از بخش سوال دوستمون درباره این که این پیوند و مسیحیت یه حکمت الهیش چی بوده، حالا من اونو اون سوال دوم من شروع کردم جواب دادم، اون اولیه عرض میکنم. من عرضم اینه که ما توجه داشته باشیم ببینید چرا این داستان رو روش دوست داریم روش کار بکنیم. به خاطر اینکه با اینکه این جنبه اعتقادی اونجوری نداره واسه ما، ولی اون جنبه دراماتیکش خیلی جالبه و برای همین یه حسی ما رو میبره، یه خود چون اطلاعات ریزی که داره توش ارائه میکنه ما رو میبره فضای ذهنی ایجاد میکنه برای ما و دوست داشتنیه.
و واقعا اگه درست باشه خیلی یه بهجتی توی وجود ما ایجاد میشه، کما اینکه ایجاد شده. نیا کنید شما وقتی میخوان کارتون بسازن مثلا واسه امام زمان علیه السلام، اونایی که وجهه هنری قضیه رو دارن نگاه میکنن میرن مثلا میگردن فرض کن داستان مادر امام زمان رو پیدا میکنن، حالا اونجا یه کم دقتایی تو اون کارتونه شده خب، ولی این یه چیزیه که میتونه ببینید هنره که میتونه خیلی وقتا ارتباط رو ایجاد بکنه تو بطن جامعه خب. و این داستان از این حیث این چنین باری رو داره خب. حالا چون اینجوریه و تو جامعه ما خیلی میتونه تأثیر جالبی داشته باشه، مخالفین هم داره خب، یعنی اونم که میخوان ریشه رو بزنن یه جنبه تبلیغاتی روش میکنن تجیم. وقتی اون ریشه میزنن آدم ها احساس میکنن ام نکنه همه چی اینجوریه. نه همه چی اینجوری نیست، برفرض این داستان زیر سوال بره، ماجرای اصل امامت و ولایت و ولادت حضرت مهدی علیه السلام سر جاش محکم هستش خب، اما این الان جلوی کار ما هستش، ویترین کار ما هستش، شیشه رو میشکنن که بعد بیان حالا گام به گام بیان جلوتر بریم توی مثلا گاوصندوق هم ببریم خب. ما اومدیم نگاه کردیم که این ماجرا رو آیا میتونیم به عنوان یک نقد علمی اصلا بذاریمش کنار یا نه. من خودم به خدمتتون عرض کردم، من مدتی تو ذهنم مثلا این کتابای معمول رو خونده بودم، ذهن منم خراب شده بود، وقتی که رفتیم تو بطن ماجرا دیدیم نه جور دیگه ای هست. و به شما عرض بکنم، حالا برم برگردم سوال اول، ببینید در فضای مسیحی و یهودی و سابعین که حالا گروه سوم هستش، در هر سه فضا یعنی اهل کتاب اینها هستش که مسیح یا اون پادشاه آخرالزمان، مسیح یعنی کسی که مسح میشه توسط خداوند، عنایتی بهش میشه که او به این مقام پادشاهی الهی میرسه، اون پادشاه نهایی اون داوودیست، یعنی از نسل حضرت داوود. و این مطلب مثلا در کتاب اشعیای نبی که آمده توسط مسیحیان هم خیلی مورد توجهه، و مسیحیان هم نسب حضرت عیسی رو میخوان برسونن به داوود که بگن اون پادشاه آخرالزمان حضرت عیسی ابن مریم هستش. البته حضرت عیسی ابن مریم در آخرالزمان نقشه خیلی بالایی داره و جایگاه خودش هم داره، پیامبر اولوالعزم هم هستن ایشون، ولی اونها در حقیقت علت این که میان میگن عیسی ابن مریم از نسل داووده روی حساب این قضیه است خب. ما اگر روشن کنیم که حضرت صاحب الزمان علیه السلام نسبی به داوود دارد این و یا نسبهایی به داوود دارد، این خیلی مهم هستش تجین، یعنی تو فضای بین الادیانی مهمه هستش و واقعا هم وجود داره، یعنی رسیدن نسب ایشون به شمعون، یعنی شواهدی که مثلا به شمعون برسه، این میتونه کمک کنه به اون ایده، یعنی برای کسی که تو ذهن مسیحی داره یا ذهن مثلا یهودی داره اون براش این معنا داره خب. و حالا اینجا ما البته حرفای دیگه هم داریم و اون این استش که مرا باور بر این است که نسب اساسی حضرت مهدی علیه السلام در پیوند با حضرت داوود و حضرت سلیمان از طریق، من اشاره هم کردم به طور خیلی روشن، مادر امام جواد علیه السلام هستش که بسیار مرکز توجه پیغمبر و اهل بیت بوده. و ایشون، من به شما بگم، ایشون اولا یه خانم سیاه پوستی بوده و از نوبیا که
تقریبا شمال شرقی سودان اونجا هستش، از نوبه اصطلاح عربیش اونجا عبورده شده به سرزمین اسلامی. امام جواد هم یه مقدار همچین سیاه چرده بودن، یعنی به قول معروف دورگه بودن و رنگ پوستشون با بقیه ائمه فرق میکرده. بعد عرض کنم خدمتتون وقتی که این فرض در حقیقت امام جواد به دنیا میان، یک روایتی هستش که امام رضا علیه السلام یک جمله‌ای رو میگند که شبیه جمله حضرت زکریاست در ابتدای سوره مریم. حضرت زکریا تو ابتدای سوره مریم میگه، خداوند میگه که زکریا اومد از خداوندش درخواست کرد که خدایا به من فرزندی بده که یرثنی و یرث من آل یعقوب، که هم از من ارث ببره، میراثدار من باشه و هم میراثدار خانواده یعقوب باشه. خانواده یعقوب، اینجا یعقوب منظور پدر حضرت یوسف نیستش. حالا این روزی ریزکاری ها رو توی قرآن که آدم مشاهده میکنه، یه خود پیغمبر هم نمیتونه این حرف رو زده باشه. یعنی این حرف ها رو خیلی ما الان این همه مسلمان ها، شما تا حالا خودتون قرآن میخونده یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو ذهنتون میاد که این یعقوب، یعقوب ابن ماتانه مثلا، مثلا یعقوب پدر از یوسف نیست، ما ها تو ذهنمون بودش. اینو خداوند گفته و آشکار کرده که زکریا گفتش خدایا من بچه ای ندارم، من پیر شدم، همسرم پیر شده، نه خانواده مادری که خانواده یعقوب ابن ماتان هستن، کسی رو هست در میونشون که شایسته میراث اون خانواده مادری باشه و نه خانواده پدری من و اینها که ما هم یه سری موارثی داریم، هیچ کسی نیستش. خدایا به من فرزندی بده که یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی هم از من ارث ببره و هم از خانواده مادریش. این دوتا خانواده به هم رسیدن یه جایی و کلن اینجا یک میراثداری میخواد که خداوند بشارت میده به حضرت یحیی. امام رضا علیه السلام یه عبارتی دارن که اونجا میگن که خداوند این فرزند رو که مبارکترین کس هست در شیعه، نعمت هست برای شیعه، یعنی امام جواد رو، بعد از سالها که امام رضا بچه ای نداشته، خداوند به من داد که یرثنی و یرث من آل داوود، داوود من ارث ببرد و از خاندان داوود. و یهودیای سیاپوست هم میتونستن باشن یهودی، بله هستم، من خودم یه کتابی رو بله من یه کتابی رو خودم تهیه کردم، یک از دوستان زحمت کشیدن فرستادن از آمریکا. یمن و اتیوپی هم چیز داشته، یهودی زیاد داشته یمن اتیوپی، بله حالا اون خودش یه ماجرایی، اصلا یه کتابی هستش که یهودیان سیاه‌پوست، من حالا من یه اون یه ماجرای دیگه‌ای هستش که حضرت سلیمان رو بنی اسرائیل خیلی‌هاشون جبهه گرفتن در مقابلش و گفتن که این مشرک شده چون رفته زن از غیر بنی اسرائیل گرفته، از آفریقا زن گرفته. و عرض کنم خدمتتون اتهامات و جنجال هایی که بعد اومدن گفتن مشرک شده و کافر شده سلیمان، و عرض کنم خدمتتون دنبال زنبارگی افتاده و همه اینها، ماجرا این هستش که حضرت سلیمان چرا رفته همسری از خارج بنی اسرائیل اتخاذ کرده و اینها، همین نسل اون خانوم میتونه همین سیاه‌پوست باشن و همین در حقیقت اون شاخه رو داشته باشه، که این یک مواجهه در حقیقت سخت بوده با حضرت عیسی، که حضرت سلیمان که خداوند میفهمد و ما کفر از سلیمان، از پیامبرش در قرآن دفاع میکنه که سلیمان. این زن سیاه، من میگم صحبت نمیکنم جالب، این زن سیاه، زن سیاه چورده که چرا میگن سلیمان چیز گرفته، میتونه همون ملکه سبا باشه، چون ایشون مال یمن بود و یمن ها چهره چیز داشتن، آفتاب سوخته ای داشتن و خود بله من حالا ازدواجه باشه همینجور هستش. حالا شما بعضی از نقاشی های راجع ملکه سبا رو اگه نگاه کنی، حتی ملکه سبا رو سیاه کشیدن، حالا نگاه کنی، حالا اینو واسه فقط همینطوری میگم، ولی اینجا خیلی حرفه. شما بعد ناگهان ما ممکنه بریم جلوتر یه مقدار این بحث رو ادامه بدیم، بعد میبینیم که این داستان ملکه سبا که تو قرآن اومده
این مثلا فرض کنید که من الان نمیتونم 100% بگم چون یه بحث خامه، ولی این ایده رو داشتیم، یه مقدار تحقیق کردیم، هنوز کامل نشده، ولی میتونه ملکه سبا جد مادری حضرت مهدی علیه السلام باشه و از اون طریق به داوود و سلیمان ایشون برگرده و بحث میتونه خیلی هیجان انگیزتر از این چیزی باشه که ما متوجهیم. به هر صورت اون پادشاه عالم نسب از جاهای مختلف میبره و این یکی از رازهاییه که جلب قلوب خواهد شد در هنگام ظهور حضرت ولیعصر. یکی از عواملی که باعث میشه که مخالفت ها کم بشه و موافقت ها زیاد بشه، این پیوندهایی هستش که از ابعاد مختلف وجود مقدس امام زمان علیه السلام با گروه های مختلف میتونن داشته باشن و این قابل توجه هست. مثلا توی دعام زیارت هم داریم یا سلام علی مهدی الامم، یک بنا که تمام ملت ها رو شما خب آزاد میکنم، ولی یک بنا که دو تا امت بزرگ، یعنی در جایی که من همشه فکر میکنم که بنی اسحاق و بنی اسماعیل در حضرت مهدی با هم دوباره جمع میشن، از حضرت ابراهیم، دو شاخه بودن که انبیا داشتن، اصلا شاخه بنی اسرائیل انبیاشون هم بیشتر بوده، ولی از توی عرب و بنی اسماعیل انبیا کمتر بوده، ولی اینجا دوباره به هم بر میگرده این سوریه. ولی هم شما چیزی که میگیم این که تا این دو نسخ قبل‌تر از امام جواد این اتفاق افتاده، نه از امام اسلام. این خوش جالب بود برای من. حالا ایشان هنوز ما اونو منتشر نکردیم، یعنی روش کار چیز نکردیم، ولی عرض کنم خدمتون به فکر اون جنبه رسانه‌ایش هم هست، خیلی کار شده. حالا ما همینجا دعوت میکنیم از شما، از تیمتون هر زمانی چیز شد میتونن میگن هر زمانی خودتون صلاح دونستین، امسال میتونه باشه سال دیگه، هر زمانی ما همین چیز شیکاگو انجمن مسلمان شیعه نورسستن استفاده میکنیم که خود تیمتون یک کارگاه بذارید و حالا حالا یه چیز با نمکی بگم، میگم بعضی از چیزا حالا اون جنبه علمیش هنو کار نشده ولی با مزده است. شما الان کلمه ساندی آف ارتودکسی رو اگر سرچ بکنید، من حالا با این چیز کار نکردم حقیقتش، دوستان سرچ بکنن میذارن. آره ساندی آف ارتودکسی یه روز شنبه ارتودکسی خیلی مهمش، یک شنبه ارتودکسی خیلی مهمه تو فضای کلیسای ارتودکس. این یه روزیه که حالا یه اختلافاتی بوده، آیکونوکلاستا بودند و آیکونالیستا و اینا، خلاصه یه گروه تئودورا یعنی مادر میخائیل سوم اینا پیروز میشن و تمثال حضرت مسیح رو میارند و وای میستند و خیلی نقاشی زیادی در تصور اون روز کشیده شده. حالا چقدر این نقاشی ها اصیل هستش یا نه، اون بحث بعدیه که تو تاریخ هنر باید مطرح بشه. ولی شما یه نقاشی هست به عنوان مثال به حالت تم قهوه‌ای داره، من نمیدونم چجوری باید نشونش بدم اینجا، شیر کنین اگه اسکرینتون دارین، اونجا گزینه سبزی که هست شیر اسکرین یه گزینه هست که بلش دارید روم بزنین اسکرین شما ما میتونیم بزنگیدن فکرم عکسی رو میخواین نشون بدین. بله یه عکسی، حالا یکی از اون عکس ها هستش، ساندی آف ارتودکسی. بله تو همین صفحه هم که فرستادن اون یکی از این عکس ها هست، چون یکیش خیلی مثلا یکی از دوستان فرستادن لینکشو، الان اگه دوستان که میبینن لینکشو توی چت فرستادن. آب نکتهشو بفهمید که من الان شیر اسکرین میکنم. بله همون سبزو بزنین شیر اسکرین میشه. نمیم شکل بله بله میبینیم بله. ببینید این تصویر رو اگر نگاه بکنید، همین جمعیت دختر بچه رو میبینید، ببینید اون پسر بچه که این پایین هستش این میخائیل سوم هستش. خب امپراتور این آقاست. خب
اون خانومی که بالا سرش هستش که دور سرش همین شکل مثلا نور هستش، چون این اینا حساب داره افرادی هم. این خانوم ارکاب خدمتون تئودورا مادرش هستش که شخص مقدسیه. بعد این افرادی که هستن اینا لباسای مختلفی که دارن، همه این لباسا معنا داره و اینا کیا هستن که تو مراسم بودن و اونم تمثال مثلا حضرت مریم و فرزندشونه. کنار تئودورا شما دو نفر رو میبینید که ایستادن، کلاهای مشکی دارن. خب دو برادرشن. یعنی اونی که جلوتره این بارداسه، خب، و اونی که اون پشت سره پتروناس هستش. یعنی ما داریم راجع به این اشخاص صحبت میکنیم، پدر بزرگ حضرت نرجس خاتون که داریم صحبت میکنیم. حالا میگم اینا جنبه های بصریه. اون عقب سمت چپ هم یک زنی هست، اون که میتونه باشه اینا هستش، الان اسمشون نوشته اونجا حتی. حالا من الان چیز ندارم، اون رو کاری ندارم. خب چون اون که هست حالمشون گرفته دستش، اینم جالبه. بله بله، اینا هر کدوم معنی داره. ولی عرض خدمتتون این آقایی که الان اینجا هستش در حقیقت بله، الان من با سفر رو باز برو چیزی هم دستشه، نه دست راستش یه چیزی دست بکنم اشتباه میکنم من الان دستش نمیدم. بله, بله ولی این دستشو یه طور خاصی گرفته و این علامت خاصی هست. اینا همه معنا داره. خب این شخصیتی که ما اینجا هستش مورد نظرمون هست در حقیقت، قیصر بارداس ایشون هستش. خب حالا دیگه من صحبت رو کوتاه کنم، اگر سوال دیگه هم هستش باز در خدمتتون هستم. من آخرین سوال یا میخواییش استاب شیرش سریم من همونتون براتون استاب کنم؟ بله انجام میدم. خب من استاب کنم تو کوتاه من تیز میکنم. یکی از دوستان پرسیدن که آیا این شیوه طریقاتی شما میتواند الگویی برای کار گروهی شما در مورد سایر روایات باشد، و یا اینکه آیا حوزه علمیه و مثلا علما در مورد این کار شما تکون نظری داشتند و آیا ساپورت حمایتی یعنی تشویقی یا تاییدی از شما شدن مثلا بخوان؟ والا ما الان همتمون رو خبردار شدن از این کار شما چیزایی گفتیم، یعنی اینجوری نیستش که نگفته باشیم، ولی حقیقتش ما فضامونو گذاشته بودیم رو این که خب طبیعتاً علما ما خوشحال میشن، یعنی مثلا اونا خوشحال بشن تو فضای علمی ما کمتر واسمون به قول معروف رسیدن به هدف داشت، تا اینکه ما کسانی رو که خیلی سختگیرن و به این راحتی هیچی رو نمیخوان قبول بکنن، خب یعنی اصلا جنبه مذهبی ندارن، حتی جهت دارن فلان، اونا رو اگه ما بتونیم قانع بکنیم بعد بیایم عرضه بکنیم. کاری که ما کردیم اینه که ما داریم ارکاب خدمتون تو اون فضای آکادمیای غربی داریم میریم جلو. انشالله این تمام این تحقیقات، چون الان همینطور شما دیدید که یه اجزایی داره که وقتی کامل تر بشه اونا خیلی هیجان انگیزترش میکنه کار رو، ما داریم کار میکنیم، کار هنوز پیوسته داره ادامه پیدا میکنه. انشالله این مجموعه مقالات که چاپ بشه و داوری بشه و نقد بشه و چیز بشه، این مجموعه به صورت یک مجموعه منسجم که در بیاد، بعد اون موقع ما میاریمش توی فضای ترویجش میشه کرد. بله. بله مثلا یه آقای برد کنید، آقای آیت الله نجم الدین طبسی هستن که تو زمینه مهدویت خیلی کار کردن. ایشون چیز هستن، درس خارج مهدویت. بله 15 ساله درس خارج. بله ایشون خب خیلی جهت مثبت داره نسبت به این داستان. باز ما با کسای دیگه رفتیم صحبت کردیم تو قم، اونها جهت منفی داشتن، یعنی قبول نمی کردن داستان رو. حالا ماجرا زیاد داره، مثلا یه ماجراشو من به شما بگم. یکی از دلایلی که میارن میگن که این حدیث از نجس خاتون ما نمیتونیم بپذیریم به خاطر اینکه یک روایتی هست توی فضای ادبیات دینی ما که اونجا میگه که در حضرت مهدی علیه السلام شباهتی با یوسف هست که فرزند کنیزی سیاه هست و
پنهان می شود و حالا ماجرا در زندان می رود و اونایی که گفتن در مورد از یوسف. حالا بعد اونجا اینا اون بزرگوارا میگن که ما روایت اینور معتبرتره، این که فرزند کنیزی سیاه هست تا اینکه بگیم یک شخص رومی بوده. خب و اینو در تعارض با اون میگه اون همون مادر امام جواده. همین عرض میکنم من اینو از خودم نمیگم، خود امام رضا علیه السلام گفتن. یعنی خود امام رضا علیه السلام توی ماجرایی که به امام رضا اعتراض میکنن چرا بچه شما سیاهه، این بچه شما که مثلا جای شما قرار باشه، اماما که این رنگی نبودن مثلا ما همچین چیزی نداریم. یعنی یه عده شروع کرده بودن مقاومت کردن در مورد در مقابل امام رضا. بعد امام رضا علیه السلام میگن که مگر شما روایت نکردید که پیغمبر گفتن که مهدی فرزند یک کنیز سیاهی است؟ خب این از نسل من دیگه. یعنی ببینید میخوام بگم از کی باید باشه، از همین نسل من باید باشه که دقیقا امام رضا اون روایات رو که فرزند سرور کنیزان است و چنین است و چنان است بر مادر امام جواد تطبیق میدن. یعنی میخوام بگم این حرف این که نظریه پردازی ما نیستش، این یه نکته ایه که خود حضرت رضا علیه السلام فرمودن. و من دیدم که تو حتی مثلا شیعیان آمریکا یه علاقه خاصی به بعضن سیاه‌پوست، شیعیان سیاه‌پوست آمریکا به امام جواد دارن به خاطر اینکه مثلا این حالت سیاه‌پوست داشتن و این جذاب براشون. این عرض کردم خدمتتون که چیزی و این روایتی که همین میگین که با علما صحبت کردیم یا نه، من دیدم مثلا فرض کنیم ما میدونیم تو جریان اشکالاتی که میگیرن کاملا هستیم و این اشکالات پاسخهای خیلی جالبی هم داره، ولی تو گام به گام داریم تلاش میکنیم که انشالله اون کار علمیش به ثمر برسه، انشالله تو زمان اینها جای خودشو باز خواهد کرد. مچکر. سوال کوتاهی دیگه هستی که از عزیزان پرسیدن که بخشی معنی صحبت شما اینه که حضرت نجس خاتون از ترکیه هستن، زبانشون چه زبانی بوده؟ بله ببینید ترکیه بعدها زبانش عرض کنم خدمتتون به این شکل ترکی استانبولی و اینا در اومده، اینو شما باید تو جریان باشین. ولی عرض کنم خدمتتون تو اون دوره زبان اونها زبان یونانی بوده، گریک بوده. الان شما اگه استانبول تو استانبول تابلو را برید از وقتی زده مثلا به سمت آتن اونجا عرض کنم خدمتتون یه چیز نزدیکی، حالا تو نقشم نگاه بکنید خیلی اینا نزدیک هستن. اون بخش اروپایی استانبول رو در نظر بگیرید که همون گریت پلس هستش، اونجا اصلا منطقه من عرض کردم یونانی نشین بوده و خط رومی، خط یعنی در حقیقت یونانی هستش که امام هادی به اون خط نوشتن. ولی بارداس اصالتش ارمنی بودن یک فرقه مذهبی نیست، یک نژاده. خب یک نژاد هستش، ارمنی ها یک نژاد هستن و ارکاب خدمتون مربوط به یعنی تبار باز خود بارداس به ارامنه میرسه. خیلی متشکر. در توضیح دوستمون که فکرم زبان ترکی بوده اینا بعد گفت که برای اصلا دست همین کنستانتینپولی یا قسطنطنیه تا زمان تا 500 سال پیش دست یعنی مسیحی ها بوده، تا اینکه سلطان محمد فاتح که یکی از شاهان عثمانی بوده اونو فتح کرده و اینا، یه چیز 500 ساله افتاده دست مسلمان ها قبلش مسیحی بوده و زبان یونانی. خیلی متشکرم. ما سوالا تموم شد. یکی از دوستان یه سوالی پرسید که میگه تا اینجا بس آکادمیک بود، برای اینجا بحث معنوی تری که با ایشون با این سوال میتونیم خط بکنیم اگه نظری داشتین، که گفتن که از ایشون خصوصی برای من فرستن، از ایشون بپرسین که اگر مناسب میدونن مثلا برام بفرمایید که در اثر این تحقیق آیا عنایتی که محسوس باشه از سمت امام زمان علیه السلام دریافت کردین؟ طبیعتاً میگه فاضلات چیز میشه تو نه همین عنایت باشه دیگه، تو میگم اینجا خصوصی جواب ولی ما عرض کنم خدمتتون گفتید خصوصی میپرسن خصوصی هم جواب، ولی واقعیتش اینه که ما
من خودم به شخصه توی زندگی خودم بارها گره گشایی های فراوان یا هر کسی زندگی شخصی داره و مسائل خودشو گره گشایی های فراوانی از امام زمان علیه السلام میدونم حقیقتش برام حاصل شده و عنایات حضرت نرجس خاتونم به طور خاص یک موردی سابقهش رو دارم. بیشک این بزرگواران عنایت میکنن، یعنی مشکلاتی که میتونست کمرشکن باشه ولی معجزه آسا حل میشد و خیلی سپاسگزار این خاندان محترم و ارجمند هستیم. و گفت چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. بله، گرد اقلیم عشق پا به نهی سر ز ملک جهان گران بینی. هست شما درد نکنه، استفاده کردیم. من حالا از چیز میوت فرمیدارم عزیزان رو، علیه خودستان رو خواستن تشکری بکنن یا صحبتی بکنن میتونم بفرمن. دوستان خودتون میتونم میوت کنید. من خیلی استفاده کردیم، ببینم برای همه عزیزانم خیلی مورد استفاده بوده باشه. دوستان برای سلام الان سلواتی خط بفرمان. اللهم محمد و آل محمد. این تحقیق وسیع و بسیار جالبی بود برای من به شخصه. خیلی ممنونم و خوشحالم از اینکه امشب تونستم اینو بشنوم و فکر میکنم یه قسمتی از صحبتاتون در رابطه با این خاطر نشان میکردید که اعتقاد به اصل امامت و اینکه شناختمون رو نسبت به امام ببریم بالا خیلی امر ضروری و واجبه در دین ما و شاید شناخت مادر ائمه جز بهجت آوری برای ما چیزی نداره. میخواستم در این رابطه حالا نظر شخصی شاید، ولی فکر میکنم که ما نمیتونیم اونقدر مطمئن باشیم یا اونقدر شناختمون رو قوی بکنیم و ببریم بالا اگر این زوایا و تمام این نقاط ظریف رو ندونیم. همونطور که میدونید خیلی از معاندین از همین راه ها برای به هر حال تضعیف پایه‌ای ایمانی دارن استفاده میکنن، بیدلیل نیستش. و من خودم به شخص احساس میکنم وقتی که میتونم از جزئیات این مسئله اینقدر دقیق با خبر بشم خیلی من خودم تقویت میشم و خیلی فکر میکنم که داره تاثیر خیلی خوبی رو من میذاره و حتی نسبت به همون یعنی تو موقعیت امام شناسی خیلی کمک کننده است. شما خودتون از دور آمیوت باید بفرمایید. خیلی ممنون از محبتتون. بله تصدیق میکنم فرمایش شما رو. من عرضم مقصودم این نبود که ما مثلا نایده بگیریم، واقعا ما که دیگه نایده نگرفتیم، یعنی رفتیم تو میدونش و واقعا یه عمری رو گذروندیم تو این قضیه. دقیقا فرمایش شما رو تصدیق میکنم، یعنی من گفتم که اون مغازه ما که توش خیلی اجناس قوی خوبی هستش و اینها ویترینی داره خیلی قشنگ و با شکوه، سارقان این در حقیقت مغازه ارجمند اینها هر کاب خدمتون اول شیشه ها رو شکستن اومدن ویترین رو دارن به یخما میبرن، گام به گام میخوان بیان جلو. و این خیلی مهمه که ما میراث تاریخی خودمون رو به راحتی از دست ندیم و ببینیم. من مثالی که میزنم اینه، میگم که اگه ما یک اثر تاریخی پیدا کنیم از زیر خاکی هوی مثلا بزنیم کنار، این مثلا تو میبینیم کثیفه، یه ظرف کثیفیه، مثلا میزنیم میشکنیمش، مثلا میگیم این کثیفه، این چیزی مهمی نیستش. نه، اینو با قلموهای خیلی ظریف میان پاکش میکنن برن ببینن این چیه، این ساختگی واقعیه. با احتیاط ما باید برخورد کنیم با میراثمون. حدیثمون خیلی میتونه مهم باشه، خیلی ارزشمند باشه. و بله که جزئیات من گفتم تو وقتی که ثابت میشه بعد آخر اون معرفت میاره. وقتی که آدم میبینه این بانوی ارجمند اصلا درس داره، ده ها درس داره این ماجرا، که اون شکوه دنیاوی رو رها میکنه و خدا چجوری یکی رو که انتخاب میکنه دلش رو به اون میکشه و کار رو باسش ساده میکنه. و او ارسان خدا مادر امام زمان، شما بدونید بزرگواران، مادر امام زمان علیه السلام
از اون کاخ اومده ولی تو خانه امام عسکری برای اینکه پوشش قرار بده، چون این خانه تحت کنترل بوده و مرتب می اومدن می دیدن ببینن بچه‌ای هستش نیستش، در حالت به عنوان ظاهر قضیه به عنوان خدمتکار اونجا داره زندگی میکنه. خب سرور عالمه، ولی به اون برای حفظ جان این فرزند عزیزش اینطوری هستش. در اون ماجرایی که حکیمه نقل میکنه که شب آمدم که میخواستم برگردم و اینها، عرض کنم خدمتتون شب نیمه شعبانی بود، امام عسکری گفتن عمه جان بمان خانه ما، امشب خبرایی هستش. اونجا میگه که من اومدم، وقتی اومدم حضرت نرگس اومد کفش های منو جفت بکنه اینا، گفتم که خانم این کارو نکنین، شما سرور من هستید و مثلا نکنین، ما که دیگه میدونیم چه خبر. و عرض کنم خدمتتون این خانوم همه چی رو رها کرده داره حفاظت میکنه از جان حجت خدا، و خیلی برای ما اینا میگم درس های فراوان داره. بعد اونجا به اون بشر ابن سلیمان میگه تو کنار امام هادی بودی ولی ای غافل از مقام حجت های خدا فرزندان پیامبر، که میگی که چطور من شما که ندیدینش چطور مثلا انقدر علاقه نشون میدید به دست خطش، بیشتون نمیدونی. اینا درس معرفت به ما میده، این جزئیات کمک میکنه، دقیقا اون حس رو ایجاد میکنه. کاملا فرمایش شما رو من تصدیق میکنم. بعد باب خیلی خوبیه که روی کلاه مادران همه ائمه و زنان برجسته‌ترین بانوان اسلام هم تحقیقات انجام بشه. مادران دیگه هم شما دو تا یا مادر رو کار کردین روش، که حالا از زهرا سمرالله که جایگاهشون تقریبا دونیم، خانم نوبیه رو کار کردین که مادر امام جواد و مادر امام زمان اسلام. بقیه مادران هم جای کار داره، مثلا زن آدم های عادی نبودن، برجسته زنان کره زمین شاید در اون نسل بودن که تونستن چنین گوهری رو بتونن متولد کنن. بسیار عالی دوستان، همینجور رو تشکر میکنم. من میخوام که یک دوستان ارائه بسیار عالی بود، خدا قوت. یکی از عزیزان گفتن شب احیای ما رو با علم ساختی، جزاکم الله خیرا، که فهمیدم بسیار عالی، خیلی قابل استفاده و روشنگرانه بود. برای خود من ثابت شد که کتب کهن روایت ما چقدر تک تک روایتش مهم میتواند باشد. و همینطور بقیه دوستان، بسیار بحث بسیار هیجان انگیزی بود و بسیار تلاش فرمودید و خواست بسیار جواب خیلی رو دارید باز میکنید دیگه با بحث مطالعات تطبیقی و پیوند، یعنی ارتباط بین، چون 2.5 میلیارد ما مسیحی داریم و 1.9 میلیارد مسلمان، یعنی 4 میلیارد خورده ای از جمعیت کره زمین یهودی مسیحی و مسلمان هم. و همین داستان خاص به طور خاص میتونه یک پلی باشه برای میراث اسلامی و میراث مسیحی و تنگی بر گفته بین ادیان، یعنی چیز بسیار خیر و صلح‌آور و دانش افزار هم میتونه باشه برای زمانه ما و دهه های پیش رو و صده های پیش رو. خب خیلی متشکریم. من دوستان ما که دوستانیم دل بکنیم، ولی با اجازه شما قطع میکنیم. همه دوستانیم که تشریف آوردن و محبت کردن تشکر دارم، من انشالله این رو قطع میکنم. ولی تا چند روز دیگه فایل صوتی و تصویری رو در کانال سمه و در تلگرام و یوتیوب خواهیم گذاشت. خیلی متشکریم آقای دکتر قندی. زنده باشید، پاینده باشید، افکارتون هم سلام برسید، تشکر کنید، سلامت باشید، قربان شما، خیلی خوشبخت شدم. موفق باشین، خیلی عالی بود، بازم متشکریم از حضورتون، سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکر، انشالله که این عیدم بر شما و بر ما و بر همه شیعیان انشالله مبارک باشه. خدا انشالله خیرتون بده. زنده باشید. خدا نگهدار همه عزیزان، عید همگی مبارک. خدا حافظ.